بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از موضوع کانسترین ببخشیم، بعد از موضوع نرمالایزیشن، آخرین موضوع کار کردیم و گپ زدیم در موردش. نرمالایزیشن بود، دیدیم که چطور میتونیم نرمالایزیشن رو تا سه مرحله انجام بدیم. خب چند موضوع دیگه هم باقی مانده از موضوعات تئوریک و کانسپت دیتابیس که شما باید با آشنایی داشته باشین، از قبیل کانسترینت، استورج پروسیجر، استور راوتین ها، تریگر و ویو ها. این موضوعات هم میخوانیم. باز دیگه موضوعات تئوری تمام میشه، در قسمت آخر درس در مورد دیزاین دیتابیس گپ میزنیم که از کجا شروع کنیم، کدام مرحله طی کنیم و بالاخره دیتابیس ما تکمیل شود. بعد از اون دیگه موضوعات تمام است ان شاءالله که میتونیم یکی از دیبی مثال انتخاب کنیم که قبلا انتخاب کردیم، ما اس کیو ال است، شروع میکنیم با کار کردن در ما اس کیو ال. خب کانسترینت خودش در معنی قیود میده، قید یا محدودیت هم میده. بسیار اوقات زیاد ما در یک دیتابیس همیشه میخوایم که یک رنج محدودی از دیتا را در داخل یک فیلد ذخیره کنیم. یعنی اگر میخوایم یک دیتابیس منظم و بسیار خوب داشته باشیم، این خوب نیست که ما بتونیم همه هر نوع دیتا رو که دلمون خواست در یک فیلد داخل بکنیم. باید حتما چی کنیم؟ سرش محدودیت بانیم، قید بانیم و محدود کنیم که این قسم دیتا باید اینجا داخل شود و بدون او نه. بنی قیود در دیتابیس کانسترینت گفته میشه. مشهورترین هایشان کدام هستند؟ پرایمری کی، فورین کی، یونیک، نات نل، چک و دیفالت است. شاید بگیم که پرایمری کی و فورین کی رو خب قبلا خواندیم. اون وقت باعث کی خوانده بودیم که کلید بودن. ولی حال باعث چی میخوانیم؟ کانسترینت میخوانیمشان که همین خود کی ها که پرایمری و فورین است باعث میشن که دیتایی که داخل او فیلد قرار میگیره محدود شه و هر چیزی نباشد، داره یک نظم خاص باشه. پس در تعریف کانسترینت گفتم میتونیم که معلوماتی رو که در داخل یک فیلد میتونه قرار بگیره محدود میسازه تا از یک رول و از یک پالیسی خاص پیروی بکنن. در غیر از اون معلومات داخل اون فیلد ذخیره نمیشن. اولش از پرایمری کی شروع کنیم. پرایمری کی رو میشناسین و میدونین که یک نکته که من قبلا نگفته بودم در مورد پرایمری کی ایست که در هر تیبل چند پرایمری کی میتونیم داشته باشیم؟ تنها و تنها یکی. اما ممکنه که دیگه کی ها هم داشته باشیم و یا دیگه چی داشته باشیم؟ یونیک داشته باشیم. که یونیک ببینید بنام چی یاد میکنیم؟ الترنیت کی، که الترنیت چی معنی میده؟ جایگزین. یعنی یک چیزی که اصلی داریم، یک چیزی که در بدلش میتونه در جایش قرار بگیره. اگر ضرورت پیش میاد که ما میخوایم در یک تیبل چندین کی ها داشته باشیم، پرایمری کی نمیتونیم چندین تا داشته باشیم، اما میتونیم از کانسترینت یونیک استفاده کرده و یک چیز رو شبیه پرایمری کی به وجود بیاریم، اما باز هم میگیم که کی نیست. خب پرایمری کی مشخصا باعث میشه که هر ریکارد داره یک مشخصه خاص باشه، یعنی یونیک باشه در دیتابیس ما، تا ما بتونیم از طریق کی یک رو یا یک ریکارد در دسترسی پیدا کنیم و این ریکارد باید تنها و تنها هم یک ریکارد قابل دسترسی باشه. خب پرایمری کی اینجا چی میکنه؟ باعث میشه که ما نتونیم مقدار تکراری رو اینزرت بکنیم. یعنی همین خودش یک قید است. وقتی قبلا پرایمری کی ما داریم چندین ریکارد اینزرت شده، فرض کنید از 1 الی 10، حالا اگه من میخوام ریکارد 11 رو اینزرت بکنم، مطمئنا باید آیدی که در اون قسمت قرار میگیره از 10 قدر بزرگ باشه، حال 11 یا یک عدد بزرگتر. اما ببینید که از 1 الی 10 بوده نمیتونه، یعنی قیدش ساختیم که تکراری آمده نمیتونه، یک رنج بعدی رو باید به خود بگیره. همین هم میتونیم به نام چی یاد کنیم؟ یک قید. یعنی خود پرایمری کی از لحاظ قیود و محدودیت ها هم یک کانسترینت به شمار میه. دیگه چیزی که داریم فورین کی هست، که فورین کی هم مشابه پرایمری کی باعث میشه که در فیلدی رو که ما باعث پرایمری کی یا فورین کی انتخاب میکنیم نتونه هر نوع دیتایی داشت ذخیره بشه. مثال میگیم که فورین کی در یک تیبل از نوع عددی یا اینتجر باشه، وقتی که بود گفتیم در فیلد فورین کی چی دیتایی قرار گرفتن میتونه چه چیزی ذخیره میشه وقتی که فورین کی رو خواندیم؟ در فیلد فورین کی یک تیبل چه دیتایی ذخیره میشه؟ فرض کنیم دو تیبل داریم، دو تیبل، یک تیبل اصلی است که هیدر تیبل است، در این تیبل ما پرایمری کی داریم و فیلدهای مربوطش، یک تیبل دیگه داریم که دیتیل تیبل است، در درس‌های قبلی گفتیم، و در این تیبل حتما چی داریم؟ فورین کی. این پرایمری کی با اون فورین کی ارتباط برقرار میکنه. خب در پرایمری کی فرض کنیم یک تیبل داریم مربوط به کاستومر یا مربوط به محصلین هستن، در اینجا ما آیدی ها را اضافه میکنیم. بسیار ساده، 1 2 3 4 5، بر هر یوزر، بر هر محصل یا بر هر مشتری یک عدد، 1 2 3 4. خب این در تیبل اصلی است، در پرایمری کی. حال در فورین کی چی ذخیره میشه؟
آفرین، فقط همین کلمه رو می‌خوایم بشنو که عین عمو مقدار، یعنی اگر یک ریکاردی داریم به طور مثال نام یوزرنیم علی هست و پرایمری کیش در فیلد پرایمری کیش ذخیره شده 10، وقتی که در فورین کی تیبل میایم دقیقاً با چند ذخیره باشه تنها و تنها 10. می‌بینی یعنی ما از بین این همه اعداد اینو محدود ساختیم فقط به یک عدد، عددی که در پرایمری کی فیلد تیبل اصلی وجود داره. اینو میگیم قیود. میخوام این براتون واضح شه. کانسترنت یا قید که میگیم محدود میسازه به یک عدد خاص یا به یک دیتای خاص که در ادامه میگیم. هر دو، هم پرایمری کی و هم فورین کی، به یک عدد خاص محدود میسازه که قید از عدد چیزی بوده نمیتونه. خب و یونیک چی؟ یونیک رو گفتیم به نام الترنیت کی یاد میکنیم که مثل پرایمری کی میتونه عمل بکنه. وقتی که شما یک فیلد را پرایمری کی تعیین میکنین، بر علاوه اینکه او چی میشه؟ یونیک میشه، یعنی نمیتونه تکرار بیه. یه خاصیت دیگه هم که بهش اضافه میشه نات نل است، یعنی همین که شما یک فیلد پرایمری کی میسازین اتومات هم رو یونیک و هم نات نل میسازین که نه دیتای تکراری دوباره اومده میتونه و نه خالی بوده میتونه، درستم؟ خب اما اگر ضرورت باشه که ما در یک تیبل چندین فیلد داشته باشیم که تکرار نبیان، خب چندین پرایمری کی نمیتونیم داشته باشیم، پس فیلد های دیگه رو چی میکنیم؟ یونیک تعیین میکنیم، قید یا کانسترنت یونیک بالاشون وضع میکنیم که باز هم هر وقتی که یک ریکارد جدید قرار است در این تیبل اینزرت بشه خود دی بی ام اس مثال MySQL چک میکنه که این تکراری نباشه، اگر تکراری بود اونجا بلانک میمونه و یک ایرر نمایش میده، درست؟ و در غیر از اگه تکراری نبود میتونه که دیتا را قبول کنه و بپذیره. دیگه کانسترنتی که هست نات نل است. نات نل از نامش هم پیداست، مفهوم نل به اونی پوچ خالی، یعنی هیچ چیزی وجود نداره، undefined تا بال تعریف نشده. ببینید شما در هر فیلدی میتونید دیتا نل را داخل بکنید، مثال یوزرنیم است، یوزرنیم نداره پس چی است؟ نل، کرکتر فاصله یا خالی نه بلکه خود مفهوم نل هست، یا به طور مثال ماش است، هر اتریبیوت هر انتیتی رو که فرض بکنید در صورتی دیتاش برای ما معلوم نیست، مشخص نیست و ما نمیتونیم در فیلد چیزی رو ذخیره بکنیم، چیزی که ذخیره میشه به عوض چی است؟ نل است. خب اما بعض اوقات ضرورت میشه که ما تعیین بکنیم که یک فیلد نل نباشه، مثال آیا یوزرنیم میتونه پسورد نداشته باشه؟ نه، ما میخوایم یک دیتابیس جور کنیم مثلا برای محصلین، برای یا کارمندای یک کمپانی، یک دفتر، حتما باید تمام یوزرها پسورد داشته باشن. ممکنه با یوزرنیم ما پرایمری کی وضع بکنیم ولی با پسورد چی؟ خب اگر مثلا نوش شما چی بگیریم، بعدن در ادامه دیتا تایپ ها را میخوانیم برچر بگیریم، نه؟ که بتونه هم حروف به ذخیره بشه و هم اعداد به حیث پسورد، اما میخواییم که هر یوزر حتما پسورد داشته باشه، یعنی انفورس بشه، اجبار شه بالایش که حتما باید دارای پسورد باشه. در این حالت کانسترنتی که ما استفاده میکنیم او نات نل هست. نات نل شناختیم؟ نات نل باعث میشه که نتونه دیتای خالی رو از ما قبول کنه، یعنی ضروری و ضروری ریکوایرد میشه که همین فیلد باید پر شود، حداقل یک حرف، یک کرکتر، یک عدد باید تایپ بشه، هیچ چیز قبول نمیکنه یا مو دیتای نل را قبول نمیکنه. کانسترنت دیگه ای که داریم که یک کمی باید زیادتر سرش کار بکنیم، یعنی فقط کانسترنت های قبلی پرایمری کی به فیلد ست میکنیم که این فیلد پرایمری کی باشه، خب پس پرایمری کی میشه، فورین کی، یونیک و نات نل کلشان به همین شکل است، یعنی میتونیم بگیم که آن آف، میگیم این فیلد نات نل باشه یا نباشه، بس کفایت میکنه. اما کانسترنت بعدی یعنی چک باید تنظیم بشه که وقتی میگیم چک ما میتونیم قبل از اینکه یک دیتا داخل یک فیلد ذخیره بشه او را در یک رنج خاص عددی قید بسازیم، که مثال میگیم از این عدد بزرگتر و از این عدد کوچکتر باشه، یا میگیم مثلا اعداد منفی نباشه. به طور مثال فرض کن یک دیتابیس میسازیم برای کارمندا باشه یا برای هر جایی که اشخاص انتیتی ها در اونجا داره معاش میباشن سلری، پس آیا معاش میتونه یک عدد منفی باشه؟ خب نمیتونه، بیس سلری، ممکنه که مثلا تأخیر بیه، اضافه کاری یا جریمه سرش بیه یک عدد منفی بشه، اما بیس سلری یا معاش پایه که برای کارمند تعیین میشه او هیچ وقتی منفی نیست، پس ما میتونیم که چی کنیم؟ فیلد سلری را چک کنیم که هر وقت ما میخوایم یک عددی رو داخلی ذخیره کنیم او عدد منفی نباشه، یا مثلا در یک کمپانی معاش به طور مثال از 10000 افغانی پایین تر نیست، اگر تایپ میشه غلط است، پس ما میتونیم از همین اشتباه جلوگیری بکنیم توسط کانسترنت چک. و خب گفتیم که چک این نیست که فقط بگیم که این فیلد چک باشه، معنا نداره، نه، باید مشخص کنیم که چک چی رو چک بکنه، یک رنج عددی را که از این بزرگتر از این کوچکتر بین دو عدد بیتوین که چک میکنه برای ما، و اگر عددی رو که ما برش میتیم در این رنج شامل بود اینزرت میکنه، در غیر از این بلانک میمونه، یعنی اون فیلد خالی رها میکنه، اجازه نمیده که دیتای غیر مجاز یا نامطلوب در اینجا ذخیره بشه.
و موضوع دیگه کانسترنت دیگه که داریم دیفالت است که یک کمی با مفهوم کانسترنت ها یک کمی متفاوت است، به خاطر در آخر آوردیم. دیفالت حتما میدونید دیگه، پیش از پیش یک چیزی که از قبل تعیین میشه و برای آینده میباشه. در این خب کلا مدل خاص نداره، میتونیم بهش پیش فرض بگیم، یعنی از قبل فرض شده که همین چیز باشه. ولی این رو از شما میپرسم، آیا قابل تغییر هست یا نیست؟ دیفالت قابل تغییر است، همین مهمه. این از قبل تعیین میشه ولی نه که حتما باید همین باشه، قابل تغییر است. اگر تغییر ندادیم با اون شکل اولیه باقی میمانه. یک مثال ساده بیارم، میشه بعضی ها خب اکثرا یاد داریم، بازم به خاطر که کسی از ذهنش خلاص نشده، مثال تاسک بار ویندوز همیشه در قسمت پایین است، نه همین دیفالت است، ولی خب میشه بالا یا طرف راست یا طرف چپ انتقال داد، اما از اول پایین است. حالی که شما بخواید کجا باشه، او بدل شماست. خب مثال خارج از دیتابیس بود. دیفالت هم این کار انجام میده، شما برای یک فعل تعیین میکنید که پیش از پیش داره چه مقداری باشه، میتونه عددی باشه میتونه حروفی. اگر یوزری رو تغییر نداد همون شکل باقی میمونه و در دیتابیس ذخیره میشه، ولی اگه یوزر تغییر داد باز میتونه هر چیزی که بخواد تبدیل بکنه. و این رو هم یادتون باشه که کانسترنت ها رو جمع بسته هم میتونید، یعنی چندین تاشو برای یک فعل هم اعمال کرده میتونید. مثال همین خود پرایمری کی، وقتی شما به یک فعل پرایمری کی میدین اتوماتیک چی میشه؟ هم یونیک و هم نات نل، یعنی دو کانسترنت به خود گرفت. یا مثال شما بالای یک فعل مثلا سالری دیفالت میمونی معاش پایه 10000 افغانی، اما چیکم میکنین که مثال اگر این 10000 میتونه کمتر هم بشه، ولی 5000 کرده دیگه پوینت آماده نمیتونه، همزمان دو کانسترنت هم وضع شده میتونه. این تمام مهمترین کانسترنت هایی است که در دیتابیس ها ما ازش استفاده میکنیم. اگر سوالی دارین امیال مطرح کنین. خب شما تازه آمدین، یک بار امیر قسمت براتون تکرار میکنم. گفتیم که کانسترنت همین قیود یا محدودیت ها رو میگیم که اگر بخوایم یک فعل داره یک مقدار خاص باشه، یعنی هر چیزی رو قبول کردن نتونه، پس ما میتونیم کانسترنت های مختلفی رو بالاش وضع بکنیم که کدوم هستن پرایمری کی و فورین کی. قبلا کی ها رو خوانده بودیم، اما حال باعث کانسترنت خوانده میشن. پرایمری کی باعث میشه که دیتایی که ما ذخیره میکنیم نتونه تکراری باشه، همین خودش محدودیت شد برش دیگه، نتونه یک مقدار. مثال قبلا دو به حیث آیدی ذخیره شده در پرایمری کی، دوباره دو رو ذخیره کردن تا، به همین خودش یک محدودیت است. در مورد فورین کی همچنان دیتایی که ذخیره میشه فقط چیزی بوده میتونه که در پرایمری کی تیبل اصلی وجود داره. یونیک کار رو میکنه معادل پرایمری کی، باعث میشه که دیتای تکراری ذخیره شده نتونه، نات نل از دیتای خالی جلوگیری میکنه، یعنی حتما باید چیزی وجود داشته باشه، نمیتونیم یک فعل خالی رها کنیم. مثال فرض کنید شما یک فرم رو خانه پوری میکنید، نام، تخلص، نمبر تلفن، ایمیل آدرس، آدرس خانه کلش رو نوشته میکنید، فرض کنید ایمیل آدرس ندارین شما، پس میتونید اون رو چی کنین؟ خالی بانین. اینو میگیم نل، مفهوم خالی بودن. اما ممکنه ما بخوایم که امیر نات نل بسازیم. مثال میگیم که تمام استادایی که در ایپانتون هستن باید ایمیل آدرس داشته باشن، ضرور است، پس او را چی میکنیم؟ امون فلد ایمیل آدرس هم میتونیم نات نل تعیین میکنیم. و چک از نامش هم پیش چک میکنه، بررسی میکنه دیتایی که ذخیره میشه، معمولا به خاطر اعداد استفاده میشه که از یک رنج خاص عددی کوچکتر نباشه یا بزرگتر نباشه. و همچنان دیفالت هم گفتیم یک دیتای از قبل تعیین شده است. لطفاً این رو باز وقتی که ریکارد رو میبینید این قسمت ها رو بخونید، چون من خط به خط ترجمه نمی کنم براتون، کاملا واضح شده. مثلا فقط آخرش رو ببینید، دیفالت insert a predefined از قبل تعیین شده value into a field that lived by user. این بسیار مهم است، اینجا رو شما بولد کنید، یعنی اگر یوزر رو چی کنه؟ خالی، یعنی به حال خودش رها کنه، او میمانه، در غیر از اون یوزر میتونه که این رو تغییر بده. خب سوال نیست؟ بسیار جان بفهم. یعنی مثلا نات نل، اگر ما ایره به یک فیلد تقییم بکنیم هیچگاه ایره خالی نمیمونه. بله، همیش باید باشه، اگر نل باشن همیش خالی باید باشه. نه خیلی، نل میتونه که مقدار رو ذخیره بکنیم، میتونه که نه کنه. بله نل اختیاری است. نل به این معنی شما ایره اجازه، یک کلمه اجازه رو قبلش بانین، نل اجازه داره که نل باشه، پس میتونه خالی باشه، ولی اگه دادیم چی؟ خب هیچ کش مشکل نیست، ذخیره میشه. ولی بگیم نات نل، آیا اجازه داره که خالی نباشه؟ یعنی مسئله اجازه دادن است. نات نل نمیمونه که خالی باشه، ولی خود نل میتونه خالی باشه. صحیح است؟ خب در مورد ایندکس چی معلومات داریم؟ من یک گپ رو پسان فهمیدم. روز اول چرا گپ زدیم، گفتیم که اما تو از ابتدا شروع کنی، از اما بسیار بیسیک از کانسپت های اولیه شروع کنی. پسان فهمیدم که بسیار چیزا رو میفهمیم. چرا نام برایتان این رو تکرار کرده برم در گوشتان خانده برم؟ ایندکس اگه میفهمیم بگین خودتان. ایندکس
ما از با فیلتر متا مشخص کنیم. بله. قبلا داخل از دیتا انزل شده می باشه. دقیقاً. از اینکه ما دیتا دیگه انزل نکنیم از دیتا استفاده. همین قسمت آخر گپتون تکرار کنیم. یعنی دیتا قبلا داخل از انزل. این کاملا درسته؟ ما از اون دیتا از استفاده می کنیم. دو فیل. ما صد کلیک می کنیم دندیس منزل کاری فرمسان فرمسان سی تی. هر کس می خونه سی تی می خونه. ما دیگه سی تی نمیشه می کنیم. بالا تکمه کلیک می کنیم از دیتا سی تی انتخاب می کنیم. خب میشه که در بعض دی بی ام مثلا همینطور گپ باشه. من کلا جنرال براتون تشریح میکنم. این حالت شما در اکسل و در اکسس دیدین احتمالا که ما یک حالت دراپ داون منو میسازیم که ضرورت نباشه که تکرار کنیم برای هر شاگرد سی آی تی سی آی تی یا دی آی تی دی آی تی. میتونیم امیر انتخاب بکنیم دراپ داون منو و تا پایین باز میشه کلیک میکنیم سی آی تی. اون مفهوم یکم متفاوت است. اینو بسیار خوب دقت بکنیم و بسیار یک موضوع جالب است. معمولا این سری تشریح نمیشن. ایندکس در تمام دی بی ام اس ها، هر دی بی ام اس باشه، مای اس کیو ال، اسکیل سرور، اوراکل، تمام اینا، تنها برای سرعت بخشیدن به عملی سرچ است. بس تمام. چیزی رو تکرار نمیکنه. یعنی ببینید خوب دقت کنید، ای عنوان قبلی کانسترینت بود، ای تمام شد نه؟ یک مفهوم کاملا جداگانه است ایندکس. گپی که دوستان گفت بسیار صحیح است، یعنی حتما ایندکس هم با چی تعیین میشه؟ با یک فعل. خب میتونیم با چند فعل تعیین کنیم، ولی منظور که جز خواص یک فعل است. و دیگه ای که حتما باید دیتا در داخلش ذخیره شده باشه. برای یعنی در وقت دیزاین یک دیتابیس معمولا ما این کار نمیکنیم، دیتا رو انتری میکنیم، باز بعدم تعیین میکنیم که این فعل داره ایندکس باشه. و تنها هدف یا وظیفه مشخص شمیز که به عملی سرچ سرعت ببخشه. مثلا شما یک دیتابیس جور میکنین، یک تیبل میسازین که در این هزاران ریکارد ذخیره میشه. حالا ما میخواییم که یکی از ریکاردهای خاص پیدا بکنیم. ضرر به چی هست که بتونیم یک ریکارد خاص از بین هزاران ریکارد پیدا کنیم؟ خب به جان؟ به آیدی. که آیدی باید چی خاصیتی داشته باشه نظر به دیتابیس، نظر به همین کانسولنت هایی که خواندیم؟ پرایمری کی باید پرایمری کی باشه. ببین خوب دقت کنید، تمام بتونیم یک ریکارد به تنهایی، خاصن یک ریکارد از بین هزاران ریکارد پیدا کنیم. گپ شما درست آیدی، به شرط که آیدی دارای پرایمری کی باشه. خب اینال وقتی که بخیر باز بعدن میبینیم در کامنت ها اقل آشنایی حتما دارین که مثلا میگیم سلکت all from نام تیبل میاریم where id مسای به یک چیز همین کوئریست که ما بر سرچ رن میکنیم. حالا ببینید اون مجبور است که چی کنه، دانه دانه آیدی ها را سرچ کنه، جستجو کنه تا بالاخره او آیدی که ما گفتیم را پیدا کنه. همین عملیه زمان میگیره، وقت میگیره. اگر شما یک فیلد ایندکس تعیین نمیکنید، یعنی مشخصه ایندکس بالا یک فیلد تعیین یا ست نمیکنید، سرچ طوری انجام میشه که سیکوینشال سرچ است. یعنی کلا ما دو نوع سرچ داریم، دو حالت، دو روش برای سرچ وجود داره. سیکوینشال سرچ دانه به دانه جستجو میکنه. فرض کنیم ما 1000 ریکارد داریم و او شخصی که ما میخواهیم شخص 900 مثلا دهم باشه، پس مجبور است دانه دانه سرچ کنه تا به این نقطه برسه. خب با اینکه این کار در دی بی ام اس بسیار سریع صورت میگیره، ویتن سکند، یعنی کمتر از یک ثانیه، ولی بازم یک وقتی رو در بر میگیره. صحیح؟ اگر ایندکس نباشه، حالا شما میتونید بالای یک فیلد ایندکس وضع بکنید، ایندکس ست بکنید تا در نتیجه سکوئنشال سرچ نه، بلکه عملی که انجام میشه ایندکس سرچ باشه و باعث میشه که سرعت جستجو یا سرچ بالا بره و اون چیزی که ما میخوایم در زمان کمتری بتونیم پیدا بکنیم. تنها کاری که ایندکس براتون انجام میده است در تمام دی بی ام اس ها. خب اینم یادتون باشه که ایندکس دیده نمیشه، قابل دید نیست. مثال وقتی که ما یک فیلد پرایمری کی تعیین میکنیم، آیا کدام تغییری در خود اون فیلد میه؟ نمیه، درسته؟ ولی یک چیز فیزیکی باز هم برای ما داره که نمیتونیم دیتا تکراری رو قرار بدیم، نمیتونیم اون رو خالی رها بکنیم. ولی ایندکس از این که هم برای انسان ها کم مشکل تر است، چون وقتی شما یک فیلد به اسم ایندکس تعریف میکنین هیچ چیزی تغییر نمیکنه و هیچ چیزی هم شما نمیتونید ببینید دیگه که چه نوع دیتایی ذخیره بشه، خالی باشه نباشه، تکراری باشه نباشه، هیچ ایگاپا رو کاری نداره. تنها باعث میشه که عملی سرچ سرعت بخشیده شود. خب و ای از چه طریق میشه؟ به خاطر که متد سکوئنشال سرچ به چی تغییر میده؟ ایندکس سرچ. جواب خوندین؟ تو بالا خوندین جواب؟ خب چرا در جواب همین مسئله بسیار خوب واضح میشه؟ با اینکه مربوط دیتابیس نیست اما مثالی همونجا کار میشه. بخیر میخوانین شاید؟ نه؟ اگر خوانین باز اگر میاتون باشه به نام باینری سرچ است در جواب. باز خود دیدیم اونجا براتون ثبوت میشه که چطور امکان داره که جستجو یعنی سرچ سرعتش زیاد شده بره. یکی ایست که ما به ترتیب سرچ بکنیم، یعنی سکوئنشال مسلسل به ترتیب، نه از بالا به پایین. فرض کنید
بیس ریکارد است، من میخوایم احمد پیدا کنم. نمیدانم احمد ریکارد 18 اوم است، اگه بدانم که دیگه چه ضرر به سرچ کردن. سرچ میکنم، ولی شما فرض کنید که احمد ریکارد 18 اوم است، از بالا به پایین دانه دانه سرچ میکنه دیگه، نه یعنی 18 ریکارد رو سرچ میکنه تا بالاخره به احمد میرسه. یعنی این سکوئنشیال به ترتیب. اما یکی ایندکس سرچ است که اگه شما ایندکس فعال میکنید اون میتونه به شکل رندوم بگرده، تقریبا رندوم است که نظر نیست که دانه به دانه از بالا ببینه. صحیح؟ در جواب همین مسئله کار میشه که براتون ثبوت میشه چطور این کار انجام بدین. ای سرچ به نام باینری سرچ یاد میشه و در دیتابیس ما این را به نام چی میشناسیم؟ ایندکس سرچ. خب سرچ که ایندکس که قرار خوبی ها داره، اما یک نکته هم یادتون باشه، ایتون نکنین که شما بعد از این باز برای هر فیل ایندکس رو تعیین بکنین که برو سرعت زیاد شد. نه، به این خاطر که وقتی شما یک تیبل اپدیت میکنین، یک دیتای را تغییر میتین، ادیت میکنین، اگر داره ایندکس باشه او ایندکسش هم باید اپدیت بشه، به این خاطر عملیش چی میشه؟ زمان زیادتر رو میگیره. این یک دیلی، یک وقفه بسیار بزرگ رو به وجود میاره که هم تیبل اپدیت بکنه و هم ایندکس دوباره اپدیت بکنه. پس ما چی میکنیم؟ تنها به فعل های ایندکس رو وضع میکنیم که اونا رو ما میدونیم مرتبا چی میشه؟ به شکل تناوبی یا پریودیک سرچ میشه. مثلا چی را؟ همین خود یوزرنیم ما میتونیم ایندکس تعیین بکنیم، اما هیچ ضرر نیست که پسورد ایندکس تعیین بکنیم، چرا جستجو هیچ وقت به اساس پسورد معمولا نمیشه. میتونید آیدی را و میتونید که یوزرنیم را بطور مثال چی بانیم؟ ایندکس تعیین بکنیم، در نتیجه زودتر پیدا شه. اما ایتونه که برای اکثر فعل ها، تنها به تیبل هایی که میدونید زیاد سرچ میشه و در اون تیبل هم فقط به فعلی که زیاد سرچ میشه. به خاطر که ایندکس براتون واضح شد، اینجا دو مثال هم براتون در نظر گرفتیم. یکی مثال سرچ انجین است. سوال از خودتون میکنم، حتما تا بال کار کردین در اینترنت، مثلا سایت گوگل یا هر وبسایت دیگه‌ای که سرچ انجین میباشه، یاهو، آلتا ویستا، بینگ، باز میکنیم میکنم چیز رو سرچ میکنیم. خب چقدر سایت ها در جهان وجود داره؟ وبسایت ها بسیار زیاد. یعنی قرار که امروز علما من تقارب لایتنی کرده، لایتنی این چیزی که محدود نیست، یعنی قابل مشخص کردن نیست، نمیدونیم که واقعا چند تا میلیارد ها زیادتر از میلیارد ها. خب گوگل چطور میتونه در ظرف دیدیم یک ثانیه و حتی کمتر از یک ثانیه اون چیزی که شما سرچ میکنید در کل وبسایت ها بگرده و نتیجه براتون بیاره؟ چطور میتونه گوگل این کارو بکنه؟ پروسس رجیستر لز دن اول در خود انجینای اونها، بخاطر زمانی که ما یک چیزی رو میکنیم، مثلا ما خودم یک وب جور میکنم، اگر میخوام در گوگل رجیستریشن کنم مجبور هستم که از اون یک چیز رو خریداری کنم، یک هاست خریداری کنم که هاست ما پیش از ما ذخیره. زمانی که ما سرچ میکنم نیاز نیست که برای فرمسال سایت در چیز ماست پی سی ما سیده سرچ کنه از اون انجین خود گوگل رجیستر. بسیار مفهومش صحیح گفتن، اما یک نکته رو بخاطر دزن دوستتون یعنی اشتباه نمونم، من روشن میکنم که شما هاست از گوگل نمیخرین، صحیح؟ هاست از کمپانی دیگه میخرین به خاطر اینکه وبسایتتون رو بتونین آپلود بکنین آنلاین بشه و بعدن گوگل این کارو براتون رایگان میکنه. یعنی گوگل امروزه و تمام سرچ انجین های دیگه بر رایگان میان تمام وبسایت ها رو سرچ میکنن قبل از قبل و معلوماتشون رو ذخیره میکنن. یعنی میتونین ببینین گوگل شاید بزرگترین دیتابیس دنیا باشه و بعد زمان شما سرچ میکنین اون نمیره دوباره وبسایت ها رو با پاله و جستجو بکنه، بلکه چی میکنه؟ در دیتابیس خود میبینه و شما این دفعه اگر تا بال دقت نکنید، این دفعه که در گوگل سرچ کنید دقت کنید، در بالا مینویسه که این ریزلت، این نتیجه در چند ثانیه بعد است اومده و اگر دقت کنید همیشه 0.4 چند ثانیه است، هیچ وقت به یک ثانیه هم نمیرسه. پس همین عملی که گوگل انجام میده و تمام سرچ انجین ها انجام میده، خود همین عملی هم به نام ایندکس یاد میشه. به خاطر اینا رو براتون میگم که براتون واضح شه ایندکس دیتابیس این موضوع است و در دنیای واقعی اینترنت هم ما عملی ایندکس کردن داریم. یعنی وظیفه گوگل یا سرچ انجین گوگل چی است؟ که وبسایت ها رو ایندکس کنه تا درنش وقتی ما سرچ کردیم نیاز نباشه که بره کل وبسایت ها رو ببینه و بعد نتیجه دیر به دست بیاره، کل مطالب قبل از قبل میبینه، پیشخو ذخیره میکنه تا وقتی ما سرچ کردیم نتیجه زود بتونه برامون نشون بده. مفهوم ایندکس این است که قبل از قبل معلومات ذخیره کنیم بعدن زود پیدا بشه. خب مثال دیگه سرچینگ متد در ویندوز 7 است. در ویندوز XP و ویندوز قبل از این گپ نداشتیم، اما در ویندوز 7 امکانات اضافه شده و من اینو امیال براتون نشان میدم. در قسمت فول آپشن میتونید مراجعه بکنید و قسمت سرچ ببینید. به خاطری که در ویندوز 7 خواستن امی عملی سرچ سریعتر بشه، شاید هم اینو تا بال تجربه کرده باشین که اگه در ویندوز 7 کدام چیزی رو سرچ کنین زودتر پیدا میشه، عموما یک مورد خاصا نمیگیم.
این چه قسم میشه که ویندوز هم عین کار انجام میده، فولدرها رو قبل از قبل ایندکس میکنه تا در نتیجه وقتی شما چیز سرچ کردین نخواهی که از یک سر شروع کنه به پیدا کردن، بلکه معلومات قبلا پیش خود ذخیره کرده، فقط زود نتیجه رو میتونه از امو دیتابیس یا محلی که معلومات ذخیره کرده برای شما نمایش بده. ببینین اینجا دو روش سرچ براتون مشخص شده، ایندکس لوکیشن سرچ فایل نیم اند کانتنت. میگه در اون مکانها یا فولدرهایی که ایندکس شده قبلا دنبال نامش هم بگرد و دنبال محتویات یا کانتنتش هم بگرد. ممکنه شما یک چیز رو سرچ میکنید نام فایل باشه و ممکنه که محتوای فایل باشه، پس اون جاهایی که ایندکس شده را در دنبال هر دوش میگرده و این نان ایندکس لوکیشن سرچ فایل نیم اونلی، و اون فولدرهایی که ایندکس نکرده تا به حال فقط در اون دنبال نام میگرده، چرا که نام زود سرچ میشه ولی نیاز نیست که محتوای داخل فایل هم ببینه. این روش خوب است، اما ببین روش دیگه چیست که always search file name and content. میگه در تمام فولدرها ولی ایندکس شده یا نشده هم دنبال نام بگرد و هم دنبال محتویات، و میره اینجا خودتان دیده میتونید که دقیقا ذکر شده this may take several minutes، این زمان زیادتر در بر میگیره. خب ببینید من این مثال ها رو تمام شاوردم با این که مربوط دیتابیس نبود، به خاطر اینکه برای شما واضح شه این مفهوم ایندکس تا بال باید فهمیده باشین که ایندکس عملی سرچ ها سریع میسازه. صحیح تو اینجا حال میایم سر عمو دیتابیس خود ما که ایندکس ما میتونیم فقط بالای یک فیلد تعیین بکنیم. این که میگم فقط بالای یک فیلد نه که چند تاش در تیبل بوده نمیتونم، منظور اینه که بالای فیلد تعیین میشه نه بالای کدام ریکارد. صحیح فقط بالای فیلد تعیین میشه. مثالش اینجا آمده، مثالی که شما میتونید ببینین در کمپیوتر من دیتابیس هست ولی تعداد ریکاردهاش بسیار زیاد نیست، از چند صد ریکارد تجاوز نمیکنه. به این خاطر من این مثال در کمپیوتر خودم براتون انجام نمیتونم، بلکه اینجا مثالش از یک دیتابیس دیگه آوردم که در این دیتابیس 312901 ریکارد موجود است. هر چقدر تعداد ریکاردها زیاد باشه چی میشه؟ در نتیجه عملی سرچ کنتر میشه، سلوتر میشه، بخاطر اینکه معلومات زیادتر باید سرچ بکنه. و این امیالی ببینین ان شاء الله روز بعدم امی کامنت ها رو بخیر شروع میکنین دیگه چطور کار بکنین، کمی براتون آشنا هست دیگه. سلکت کاونت ستاره فرام هتلز، نام تیبل هتل بوده، گفته انتخاب کو چی را تعداد ریکارد هایشه، بخاطر اینکه برام مشخص کاونت حساب میکنه تعداد ریکارد ها را، و نتیجه که بعد از اومده عدد است، یعنی در دیتابیس که به نام هیپ مونک است و در تیبل هتل 312901 ریکارد موجود است. حال ما میخواییم که در بین قدر ریکارد های زیاد یک ریکارد خاص پیدا بکنیم، پس کوری که رن میکنیم به این حالت است select name from hotel where id مثلا 51492، پس فیلد نیم انتخاب میکنه از تیبل هتل به شرطی که چی باشه؟ آیدیش مثلا به، یعنی شد یک شخص یک یوزر خاص. حالی ببینین نتیجه پیدا شد ای روم یا اتاق یا ای هر چیزی که بوده مربوط به این شخص است، کالسون استوبن است، صحیح؟ این مربوط به این شخص است، این خب پیدا شد. ببینین حال ما یک کامند رو رن میکنیم که برای ما نشان بده امیر به ظرف چند ثانیه یا چقدر زمان تانسته پیدا بکنه. explain analysis امین فرمان سلکت، ببینید این فرمان است اینجا داده شده، فقط این رو اکسپلین کنه برای ما. وقتی که اکسپلین نتیجه شما ببینید توتال ران تایمش که امین ریکارد پیدا شده از بین اوقدر ریکاردها ببینید چقدر است، 142 میلی سکند یا میلی ثانیه است. ببینید از یک ثانیه که بسیار کم است، اما امین خودش یک زمان بسیار زیاد است. خب چرا که دی بی ام اس هم میتونن سرعتش نزدیک به بالاتر باشه. و طریقه سرچ ببین کدام روش سرچ است، سیکوینشال اسکن است، یعنی این را به شکل سیکوینشال یا ترتیبی سرچ کرده. چرا که اینجا ایندکسی وجود نداشته، بیفور کریتینگ ایندکس است. صحیح شد؟ چقدر است زمان باید داشته باشیم؟ 142 میلی ثانیه. حالا ببینیم after creating index، بعد از اینکه ما در این تیبل خود ایندکس را ساختیم توسط چی؟ انشالله بعدا عملا کار میکنیم. حالا ببینیم توسط فرمان create index، ایندکس میسازه، ایندکس باید دارای نام باشه، هتل آیدی، آن کدام تیبل؟ تیبل هتل و کدام فیلدش؟ میبینیم به یک فیلد مشخص به آیدیش ما ایندکس دادیم. خب میشه برای من بگیم چرا به آیدی ایندکس دادیم؟ چرا مثلا به نام ایندکس ندادیم؟ آفرین، به خاطر اینکه ببینیم کوئری که ما اینجا رن میکنیم ویر آیدی مساوی به یه عدد است، یعنی آیدی رو ما به حق سرچ کردیم. خب بعد از اینکه ایندکس ساخته شد دوباره عین فرمان رو رن میکنیم، ببین هیچ تفاوتی نداره، سلکت نیم فرام هتل ویر آیدی به این شکل، و ببین نتیجه که بعدش اومده، اولا روش سرچ تغییر کرد از سکوئنشال سرچ به ایندکس اسکن، و بعد زمانش ببین توتال رن تایم به 0.163 میلی ثانیه، این تقریبا تقریبا به صفر میکنه. و اگه شما در میشه من میره براتون کار میکنم، به خاطر که
کل معلومات هم تئوری نباشه، یک کمی از حالت خسته کنم براتون در بیه. به این خاطر گفتم من اینجا براتون مثال کنم، حتما با اینترفیس MySQL آشنایی دارن دیگه، دی بی ام اس MySQL است. دیتابیس های زیاد بزرگ دیگه کمتر وجود نداره. بزرگترین دیتابیسی که شاید یکم تما داشته باشم میشه که ببینین دیتابیس ها را، دیتابیس سایت سیمرغ است، یک وبسایت بود به نام سیمرغ کو دی آر شو تیبلز، تیبل هاش ببینیم کدام تیبل ها را داره. About us بزرگترین تیبلی که در دیتابیس وجود داره نیوز است که دارای ریکارد های زیاد هست. خب حالا ببینین من انتخاب میکنم select all from news where id مساوی با مثلا 33. چقدر معلومات زیاده آورد، کلش ما به یک ریکارد است. ببین که من این رو به یک شکل دیگه براتون نشان بدم که بهتر باشه. ای به خاطر چیز ویروسی شده فارسی بوده، دری بوده، به این خاطر که اینجا دری رو نمایش نمیده به این شکل در اومده. خب یک ریکارد انتخاب شد، چقدر معلومات طولانی است پشت نگردین. select all from news، از تیبل نیوز انتخاب کنیم یک خبره که آیدیش چی باشه؟ 33 باشه. پارامتر جی رو انتخاب کردم که زیر هم لاین با لاین بیارم، پیدا شد آیدی 33، تایتلش چی چیز به این شکل. خب قسمت آخرش فقط ببینین زمانی که در بر گرفته چقدر است؟ یعنی میگه تقریبا 0 ثانیه. خب این ناممکن است، یک زمان بسیار کمی رو در بر گرفته، ولی قرار ناچیز بوده که به حساب نمی اومده. این زمانی که دیتابیس شما خورده است و تعداد ریکاردهاتون کم است به این شکل است، هیچ تقریبا تفاوت نداره شما ایندکس فعال بکنین یا نکنین. اما وقتی با دیتابیس کلان سر و کار دارین که داره ریکاردهای زیاد است، باید در اون حالت چی بکنین؟ ایندکس فعال کنین. اونجا باز تفاوتش قابل دید است و محسوس است، یعنی درک کردن میشه و بسیار فرق میکنه. اگه بخواید شما یک دیتابیس بسیار سریع یا یک وبسایت بسیار فست و تیز داشته باشین، پس میتونید از ایندکس استفاده بکنید. صحیح شد؟ به این خاطر من مثال دیتابیس کار نکردم، دیتابیس خود ما اینجا ریکارد ها کم است. اما در این مثال که دیتابیس بزرگتر بود شما دیدین که از 142 میلی ثانیه به 0.4 چقدر تغییر، یعنی 140 برابر، این بسیار تفاوت است. خب و این کلش فقط از خواص چی هست؟ یک فعال کردن ایندکس. خوبیش بسیار خوب بود ولی نقصش هم همیشه در نظر بگیر. اما بله وقتی که تیبل اپدیت میکنی اما وقت زیاد در بر میگیره. اینان اگه شما ایندکس برای پرایمری کی جدول که آیدی از فعال بکنیم خوب است. چرا؟ که معمولا وقتی ما یک تیبل اپدیت میکنیم پرایمری کی رو اپدیت نمیکنی، تغییر نمیتی. ممکن نام و پسورد و دیگه موضوعات اتریبیوت هایی که تغییر بکنه اپدیت بشه ولی آیدی اپدیت نمیشه و این خود بازم سرعت بالا میره. در ایندکس هم سوال نداریم؟ باز انشاءالله حالی هم دیدیم و بعدا هم میبینیم که خب این موضوع ایندکس شد، شما ایندکس رو شناختین چی فایده و چی نقص داره، بعدا باز کار میکنیم عملا که ایندکس رو چطور بسازیم و حالی پس میخواییم ایندکس از بین ببریم، چطور ایندکس از بین ببریم، توسط کامند های اسکیل میشه که در درس های بعدی است. یک موضوع دیگه آتو اینکرمنت است، این رو حتما آشنایی دارین. چرا بسیار ساده است نه؟ میشه بگیم چی است؟ یکی از خصوصیات فیلد ها که باعث چی میشه؟ مثلا وقتی که یک فیلد آیدی باشن یا مثلا نمبر هایی که وارد میکنیم اگه آتو اینکرمنت بگیریم، وقتی که یک ریکارد جایی در اضافه میکنیم اوتومات هم عدد بالا میره، مثلا اگه 100 باشه 100 میشه. بسیار عالی. از چند شروع میشه آتو اینکرمنت؟ سازش خودم تعیین. بسیار عالی. یعنی کلی که میدانانی به این خاطر رو پرسان کردم که بعض مثلا نمیدانن چون زیاد کار کردن آتو اینکرمنت وقتی تعیین نمیکنید دیفالت از چند است؟ از یک شروع میشه. ولی آیا مجبور هستیم از یک شروع کنیم؟ نه، میتونیم هر عددی که خودمون خواسته باشیم تعیین بکنیم. آتو اینکرمنت دقیقاً بسیار عالی تشریح کردم سمیتون که یک مقداری است، یک ولی هست که همیشه چی میشه؟ اینکرمنت افزایش پیدا میکنه. و او هم چی است؟ بای 1، یعنی همیشه یک واحد افزایش پیدا میکنه. مثل که شاید شما در C++ کار کرده باشین، سینتکس نام واریبل میگفتیم پلاس پلاس، مثلا x پلاس پلاس، پس به مقدار قبلی x فقط یک عدد اضافه میشد. در آتو اینکرمنت هم به این شکل است و معمولا به فیلد هایی که دارای پرایمری کی هستن ما ترجیح میدیم که چی رو فعال کنیم؟ آتو اینکرمنت. چرا؟ که شما میفهمید پرایمری که خاصیتش که اولا خالی بودن نمیتونه نات نل و دیگه که دوپلیکیت بودن نمیتونه، یعنی یونیک است. پس به خود برای ما مشکل است که ما همیشه به ذهن داشته باشیم که مثلا محصول قبلی آیدیش چند بود؟
که ایده خود نمیتونید تکراری بتیم، باید همیشه از اون یکی حداقل یکی بیشتر باشه. یا مثال استاد قبلی آیدیش چند بود؟ این مشکل است. به این خاطر ما معمولا آتو اینکریمنتال برای فعل هایی که داره پرایم میکستن فعال میکنیم. خود دی بی ام اس هیچ وقت اشتباه نمیکنه، همیشه این مقدار رو به افزایش است و تغییر دوپلیکیت با وجود نمیه. و ایران فهمیدین که میتونه از هر عدد دلخواه شروع بشه. و یک نکته دیگه هم برای من بگین، آیا فعل آیدی که ما ذخیره میکنیم این یک کمی موضوع خارج از آتو اینکریمنت است، فعل آیدی رو که ذخیره میکنیم همیشه باید یک عدد باشه، یک عدد ساده، یعنی یک عدد مثلا یک دو سه رقمی میتون کمپلکس باشه. چه قسم کمپلکس؟ یک مثال بتونیم. فر مثال زیادتر که تذکیره هست، چه اکانت نمبر هست، اکانت نمبر که هست هم چه داره، حروف داره هم عدد داره. بسیار عالی. و چه قسم میتونیم با وجود بریم باز بنظرتان؟ موضوع فامیلی نه که میتونه آیدی فقط 1 2 3 4 5 نباشه. اینه عملا همسنفیه شما که سنف 4 هستن، وقتی بالای پروژه خود کار میکردن دیتابیس ساخته بودن برای جاهای مختلف و من دیدم که فلای آیدی خود آتو اینکریمنت مانده بودن به خاطر سهولت و آیدیشون 1 2 3 4 5 بود، برای معسلین هم، برای استادا هم، برای همه، برای کارمندا هم. و اون باز زیاد جالب نبود. وقتی ما خواستیم سلکت کنیم میگفتیم مثلا بالای نام یک شاگرد، یک معسل یا یک استاد کلیک میکردیم آیدیش میامد مثلا 10 11. یک کمی چی از این فرمال است، نه زیاد معتبر نیست. بهتر است که اگر عدد کامپلکس باشه، مغلق‌تر باشه. خب مثال میتونیم چی ذخیره کنیم؟ مثلا برای آیدی یک معسل در صنف فرض کنین مثلا دوم است، اتو ذخیره میکنیم که بی مثلا 1002 به طور مثال، ساده ساده اتو یک آیدی رو ذخیره میکنیم. یا مثلا برای استاد ذخیره میکنیم C101. این یک آیدی است که اعتباری بیشتر است، نه وقتی که کسی رو میبینه اتو تصور میکنه که با یک دیتابیس پروفشنال سر کار داره، نه یک چیز بیسیک. حال من سوالم از شماست که این چطور میتونیم با وجود بریم در دیتابیس؟ آتو اینکریمنت خود حالت با وجود نمیارانه، چون حتما میدونید آتو اینکریمنت گفتیم بای 1 پلاس بای 1، یعنی مقدار قبلی، عدد قبلی رو جمع 1 میکنه. اما این خب یک حروف داره. میشه این کار در دیتابیس کرد؟ اما مستقیما نه، از طریق SQL، از طریق زبان SQL نه، بلکه از طریق چی؟ از طریق اپلیکیشن پروگرامینگ هایی که شما قرار است بعداً جور بکنید. مثال اگر شما یک دیتابیس وب بیس میسازین، از طریق PHP، توسط PHP میتونید کارو بکنید که برش میگین که یک حروف از الفبا را جنریت کنه و یک عدد هم جنریت بکنه، هر دوش با هم چی کنه؟ کانکاتنیت بکنه، با هم وصل کنه و بعد این را داخل فیلد پرایمری کی ذخیره بکنه، مثال فیلد ID. اما در اون صورت دیگه شما اون را آتو اینکریمنت انتخاب نمیکنید، یعنی خودش افزایش پیدا نمیکنه، ما یک عدد کامپلکس تولید میکنیم و در اون فعل ذخیره میکنیم. خب در مورد آتو اینکریمنت گپ دیگه نیست، بسیار موضوع ساده بود. موضوع دیگه، خب آلی از تقریبا از عناصر یا بگیم از مشخصات که یک فعل میتونه داشته باشه از اون خارج شدیم دیگه، اون موضوع تمام شد. میایم سر دیتابیس آبجکت ها. تیبل در قسمت دیتابیس چی تعریف کرده بودیم؟ مجموعه از فعل ها. اگر نظر به دیتابیس و آبجکت اورینت دیتابیس ها بگین باز، خود تیبل در حقیقت یک آبجکتی از دیتابیس است، نه یکی از آبجکت های دیتابیس است. ویو، تریگر، استورج پروسیجر، اینا هم چی هستن؟ آبجکت های یک دیتابیس می باشن. این شما اگه یادتون باشه و ما گفتیم در تعریف یک تیبل، زمانی که تازه تیبل شروع میکردیم، the data in RDBMS is stored in database object called table. معلومات رو که شما گفتین درست هم مجموعی از فعل ها ایده RDBMS ها یا Relational Database Management System ها بنام object از دیتابیس هست که بنام تیبل یاد میشن. خب و ویو هم یکی دیگه از آبجکت هاست که کاملا مشابه تیبل است، حتی نام دیگه ویو ورچوال تیبل است، یعنی این هم عین تیبل است، دارای کالم ها و رو هاست، یا میگیم مجموعه از فیل ها هست. و خود فیل ها هم از چی تشکیل شده؟ میبخشین ریکارد هاست که هر ریکارد دوباره از فیل ها تشکیل شده. اما یک تفاوت که میان ویو و تیبل وجود داره ایست که دیتای ویو مستقیما انتر نمیشه یا داخل نمیشه، بلکه چه اتفاق میفته؟ معلومات ویو از تیبل ها گرفته میشه همیشه. وقتی که شما چندین تیبل داشته باشین و بخواین که یک شبه تیبل یا سه دو تیبل میگن، یک تیبل مجازی رو با وجود بیارین که موقتا بخواین بعضی معلومات رو دیگه ذخیره بکنین، خصوصا در قسمت جوین ها استفاده میشه که شما چندین تیبل دارین، اینا به هم ریلیشن یا ارتباط هم داره. حال ما میخواین که مثال
یک تیبل داریم از استیودنت محصلین است، یک تیبل داریم از سکور یا نتایجشان است. حالا ما می‌خوایم که معلومات نام هر محصل آیدی شه و فقط و فقط نتیجه کامیابی و ناکامی شه داشته باشیم. حالا یک ممکنه یک صفحه می‌خوایم نشان بدیم، یک ریپورت تهیه کنیم، اینو پرینت کنیم. پس ضرورت است که چی کنیم؟ از هر دوی تیبل فیلدهای خاص رو انتخاب بکنیم. از تیبل اول آیدی و نام محصل و از تیبل دوم میشه فقط ریزالتش انتخاب بکنیم. به این خاطر شما بعداً یاد می‌گیرید که چطور تیبل‌ها رو به هم جوین بکنید. این خود دو تیبل جداگانه است، دارای ارتباط هست، پرایمری کی فورین کی داره. حالا اینا رو به هم جوین بکنید. اگر هر بار بخواید که این کارو انجام بدین، خب مطمئناً فرمانی نوشته می‌کنین، کوئری نوشته می‌کنین که تیبل‌ها رو به هم وصل کنه و فیلدهاش انتخاب بکنه. اگر این قرار برای هر محصل هر لحظه دیده بشه، این کار خوبی نیست که شما اینو در کوئری تون این کار انجام بدین، بلکه یک تیبل مجازی می‌سازیم، یک ورچوال تیبل، و میگیم که از این تیبل‌ها اینی فیلدهاش بگیر و در داخل یک تیبل جدید ذخیره کن. و این معلوماتش بس بر ما این کار خوب مشکل است که خب تیبل را ساختیم و دوباره کل ریکارد ها را که یک بار در اونجا داخل کردیم اینسرت کردیم، بیاریم در اینجا هم اینسرت کنیم. اما این مشکل وجود نداره در ویو ها. ویو اوتومات ریکارد هایی که در اون تیبل ها هست میگیره و در خود ذخیره میکنه. در اینجا شما میتونید که یک خلاصه، یک چکیده، یک سمری از تیبل های دیگه تون داشته باشید. یک تیبل جدید با وجود میارین، فیلد هاشو مشخص میکنین که از کدام فیلد تیبل های قبلی باشه و دیتای خود از اون تیبل ها میگیره. ویو یا ورچوال تیبل ها دقیقا مانند جدول است. اینی میگیم خود یک جدول است، دارای کالم رو و مو شکل است، میتونه داره چندین فیلد باشه، دارای پرایمری کی فورین کی هم باشه. فقط تفاوتش اینه که از نتیجه یک تیبل به وجود میاد. میتونیم که مستقیما ما یک ویو رو بسازیم، دیتا رو داخلش اینتر بکنیم. نه، از دیتای قبلی تیبل هایی که قبلا ساخته شده به وجود میاد، خصوصا در کیس یا در حالتی که ما با جوین ها سر و کار داریم که ضرر نباشه بار بار ما تیبل های خود رو به هم جوین کنیم، وصل کنیم و یک چیزی را استفاده کنیم. و یادتون باشه که ویو وقتی که میسازین، من خوب ازتون تشریح کردم که تیبل ها هست، ریکارد ها بهش ذخیره است. ما یک تیبل جدید میسازیم که بعضی از فیلد های تیبل های قبلی رو داشته باشه. گفتیم ریکارد ها رو اتومات میگیرم. بنظرتون آیا کپی از ریکارد های قبلی رو میگیرم؟ یک ویو کپی ریکارد های تیبل رو میگیرم یا نه؟ کپی شبیه رو ساز خود جبیه مثل موزیت هاش رو پیدا میکنه. آفرین؟ شاید که ورچوال که بخیر مدرسی هست، یعنی از اون رو کپی شاید تو چیش باشه، یکی ورچوال باشه. بسیار عالی. یکی که کپی حجم زیاد میسازه، خواهی طریقه جالبی نیست، و یکی که اگه باز داده بود تیبل ها ما تغییر آوردیم چی؟ خود کپیش دقیق نمیه. پس این نکته یادتون باشه، اینجا هم ذکر نشده، من به یادم آمد که ویو دقیقا یک لینک تیبل است، یعنی کپی نمیگیره اطلاعات، بلکه داره چی است؟ یک رابطه، یک لینک داره با تیبل اصلی خود، فقط دو دیتا رو در اینجا قرار میده. حالا اگه شما در اصل تیبل تغییر بیارین، در ویو هم اوتومات تغییرات میه. خب من بیشتر از ویو رو بسن تشریح نمی کنم، بقیه تشریح باشه در وقت عملی که با این سر و کار داشته باشین. اما بدانیم که بسیار زیاد مفید است وقتی که شما یک دیتابیس جور میکنین، بعدم شما در دیتابیس خود مجبور هستین بر هر انتیتی یک تیبل حداقل جور بکنین، برای محصلین یک تیبل، برای نتایجشان یک تیبل. ولی وقتی که شما با اپلیکیشن ها سر و کار دارین، حالی میخواین که یک پروگرام به این جور بکنین، مثال در ویژوال بیسیک یا در جاوا، یا میخواین در وب توسط PHP یا ASP یک اپلیکیشن برای جور بکنید که از این دیتابیس استفاده بشه. ما میتونیم از این دیتابیس خود ما استفاده کنیم، اما یوزرها، انسانهای معمولی خب نمیتونن، باید یک اینترفیس برشون جور کنیم تا بتونن استفاده کنن. در این حالت ویو بسیار زیاد استفاده میشه و خصوصا در اسکیل سرور. در MySQL ما کمتر استفاده میکنیم، اما در اسکیل سرور ویو بسیار زیاد استفاده میشه. تیبل ها هست، دیتا هست داخلشان، اما وقتی که شما میخواین از این یک فرم به وجود بیاری، یک چیزی که هر کس باید بتونه کار بکنه، باز اون حالت از ویو ها زیادتر استفاده میشه. خب ویو رو هم شناختین؟ سوال در قسمت ویو؟ بسیار خوب. موضوع دیگه بیلت این فانکشن ها هستن، یعنی بعضی فانکشن هایی که به شکل داخلی یا قبل از قبل در زبان اسکیل موجود است. یکی ایست که شما خودتون فانکشن تعریف کرده میتونین، شاید در C++ کار کرده باشین دیگه، نیم فانکشن تعریف میکردین، و یکی ایست که بیلت این فانکشن ها و در تمام زبان ها هست. با این مفهوم آشنا باشین، بیلت این یعنی فانکشن هایی که هم زبان از خود داره. مثال شبتیم با یک مثال دور است، ولی سی اوت در C++ این فرمان ما نساختیم، نه
از قبل موجود است. میتونیم با او چی بگیم؟ built in function C++. در اینجا هم زبانی که ما همیشه هم در دیتابیس کار میکنیم SQL است و SQL هم از خود built in function ها داره. تمام function های SQL به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی aggregate function ها هستن و یکی scalar function ها هستن. تفاوت بینشان aggregate function ها همیشه مجموعی هستن، یعنی از حاصل یک نتیجه کلی به دست میاد. مثال چندین ریکارد است، از کلشان ما یک نتیجه به دست میاریم. یک فانکشن اجرا میکنیم که در داخل یک فعل تمام ریکاردهایش رو ببینه و داخل یک نتیجه بر ما به دست بیاره. مثالش چی؟ اوریج، اوسط معاشات مثال به دست میاریم. یا کاونت، همین چیزی که بیشتر دیدین کار کردیم، خواستیم تعداد ریکاردها رو پیدا کنیم که دمی دیتابیس دمی تیبل چند ریکارد است. یا مثلا مثلا حاصل جمع پیدا میکنیم، حاصل جمع نمرات ممکنه باشه، معاشات باشه، هر چیزی، ولی خلاصه ای که از یک ریکارد نیست بلکه از مجموع یک ریکارد است، یعنی معمولا بالای یک تیبل رن میشه و همچنان میشه کوچکترین عدد، بزرگترین عدد، یعنی مین و مکس، مینیمم مکسیمم، یا اولین و آخرین و دست آورد. اینا مثال هایش هست، بعدا کار میکنیم. و کاتگوری دوم اسکالار فانکشن ها هستن، یعنی فانکشن هایی که بالای یک ولیو مشخص عمل میکنن، نه بالای مجموعه ای از ولیو ها. شما در قسمت اگریگیت فانکشن ها دیدین که چی است؟ چندین مقدار است، از کل اون مقدارها یک مقدار جدید براتون تولید میکنه. اما در اسکالار فانکشن یک ولیو میگیره و بازم آوتپوتشم یک ولیو، یک مقدار است. مثالش یو کیس یا اپر کیس که حروفی رو که براش میتیم به حروف بزرگ تبدیل میکنه، یا لاور کیس یا مید میدیم که چی رو پیدا میکنم؟ از مابین یک حروف یک رشته چند حرفش براتون برمیگردونه. یا لن لنت میتونه براتون طول یا تعداد حروف یک کلمه یک جمله رو پیدا بکنه. راوند یک عدد راوند میکنه، راوند آف. و یا ناو که چی رو برمیگردونه؟ زمان و تاریخ فعلی رو برمیگردونه. میبینید که اینا بالای مجموعه از دیتا کار نمیکنه، پروسس نمیکنه، بلکه ممکنه فقط یک مقدار بگیره، امور بالاش یک عملی انجام بده و دوباره نتیجه رو برای ما نمایش بده. این دو نوع فانکشن ها را در قسمت بیلت این فانکشن های اسکیل داریم. انشالله هر کدام با مثال های مختلف بعدا کار میکنیم. حال فقط میشه با اینا آشنا شدیم. سوال در قسمت بیلت این فانکشن ها؟ خب ابجکت دیگه دیتابیس ها استوری راوتین ها هستن، یا بنام استوری پروسیجر ها هم یاد میشه. در MySQL زیادتر بنام راوتین یاد میشه، در اسکیل سرور زیادتر بنام پروسیجر، هر دوش این مفهومه داره. استوری راوتین ها در حقیقت فانکشن هاییست که شما خودتان میسازین. یک فانکشن های بلتین بودن که قبل از قبل موجود است، جمع سم جمع میکنه برای ما، و یکی است که در بعضی حالات ما ضرورت این فانکشن های رو خود ما تعریف بکنیم. پس با او چی میگیم؟ استورد پروسیجر ها مجموعی از فرمان های SQL هستن. مثالش بسیار ساده، شما میخواین که پیدا کنین امین یک کارمندی که دمی کمپانی کار میکنه چند سال سابقه کاری داره، این رو چطور پیدا میکنین؟ آنالیز اسنه؟ دیتابیس آنالیز کنین؟ چی باید داشته باشین و چطور به دست میارین؟ باید در دیتابیس ذخیره شده باشه. بسیار عالی. دقیقا. خب درست میگن. خب در قسمت استارت دیت خب مشخص است، هر کارمند که در کمپانی ما میه در تیبل مثلا استاف یک فیلد رو میسازیم به نام امو کدام تاریخی که او استخدام شده در کمپانی ما، تاریخ ذخیره میشه. تاریخ فعلی رو چطور؟ تاریخ فعلی رو از کجا پیدا کنیم؟ فعلی خود همیشه آپدیت میشه. فرمسال بود. فرمسال داشتیم داریم. فرمسال ما کنترل ام رای بسیار عالی، عملی زیاد کار کردیم. نه در اینجا چطور پیدا بکنیم؟ یعنی در اینجا ما نمیتونیم تاریخ فعلی را تایپ بکنیم یا ذخیره بکنیم، بلکه از طریق یکی از چی؟ اسکالار فانکشن هایی که همیالی گفتیم که ناو است، بله زمان فعلی را پیدا میکنه. پس میگیم که ناو زمان فعلی منفی زمانی که قبلا در کمپانی ما راجستر شده، این بر ما پیدا میکنه. و بعد این یک چی بد اسمیه؟ تاریخ بد اسمیه. آیا سال بد اسمیه؟ نه، بازم باید رو به سال تبدیل بکنیم. پس یعنی یک چند فرمان دیگر هم باید اجرا بکنیم تا در نهایت یک عدد به دست بیاریم، مثلا 3، یعنی 3 سال است این سابقه کاری داره در کمپانی ما. خب این مجموعی از استیتمنت ها را قرار است که ما برای تمام کارمند ها رن بکنیم، درست؟ حالا برای یک کارمند این مجموعه 4 5 فرمان اجرا بکنیم، برای کارمند بعدی بازم این 4 5 فرمان، کمی مشکل است نه؟ ما میتونیم کل 4 5 استیتمنت یا فرمان ها را کلش داخل یک گروپ یا یک بلاک قرار بدیم و بهش یک نام بانیم. همین چی رو به وجود میاره؟ یک استورد پروسیجر به وجود میاره. یک پروسیجر ای است که ما این رو چی میکنیم؟ ذخیره میکنیم. در حقیقت یک نام داره مثل یک فانکشن. کافی است که شما چی کنین؟ نامش رو کال کنین. کال کردن فانکشن خواندین در سی پلاس پلاس نه؟
مثل فانکشن به وجود میاد. مثال فرض کنیم من امیر بنام حال ممکن است بنام experience یاد بکنیم، همین چیزی که امیر مثال که براتون تشریح کردم experience year که چند سال سابقه کاری داره، یک نام میتیم برش experience. هر وقت خواستیم پیدا بکنیم که امیر کارمند چند سال سابقه کاری داره، فقط بالای ریکارد او امیر استور پروسیجر experience رن میکنیم. بس تمام، کل استیتمنت هایی که قبلا گفتیم اجرا میشه و در نتیجه نهایت نتیجه رو برای ما بدست میاره. سریز بجایی که مجموعه فرمان ها رو بار بار اجرا بکنیم، به یک پروسیجر میسازیم و فقط یک نام برش میدیم، یک بار کال میکنیم میره. خب این استورید پروسیجر ها یا راوتین ها بسیار مفید است و میتونه برای شما چی رو به وجود بیاره؟ شما میتونید یک لایبرری یا فانکشن رو به وجود بیاره، یک کتابخانه از فانکشن ها. وقتی شما دیتابیس رو دیزاین کردین، ساخته شد، داخل بسیار چیز هاست که ایتونیست که امی بیلت این فانکشن های SQL برای کل ما کفایت کنه. خب این چیزای بیسیک است، اما مثال همین در یک دیتابیس ممکنه که چی رو بخوایم؟ همین چند سال تجربه کاری رو پیدا بکنیم. در یک مثال ممکنه من بخوام تاریخ دیروز رو پیدا بکنم. در یک دیتابیس نیاز شده بود، در یک دیتابیس نیاز بود که من تاریخ دیروز داشته باشم، همون لحظه. چطور میتونم این رو پیدا بکنم؟ واسه من زمان فعلی یک روز کم بکنم از تاریخ فعلی و این توسط دو فرمان میشه. خب من نمیخوام که هر بار دو فرمان اجرا بکنم، من میخوام صرف یک فرمان داشته باشم. پس میتونم برای هم چی جور کنم؟ یک استورد راوتین جور بکنم. خب راوتین و پروسیجر گفتیم تفاوتی نیست، این که در کدام دی بی ام اس هست به اون نام یاد میشه، اما استورد فانکشن ها یک تفاوتی دارن با استورد راوتین یا پروسیجر ها که فانکشن ها همیشه یک مقدار را بازگشت میدن. چه قسمی که شما کار کردین در زبان های مثل C++ فانکشن ها داره یک return type هستن که یک مقدار را بازگشت میده. مثالش که در C++ کار کردین، از جایی که شروع میکردین integer int main نی قوس باز قوس بسته، داخل حتما return 0 را ذکر میکردین، اگر نه کار نمیکرد، به خاطر که در بالا گفتین فانکشن یا متد main از نوع integer، پس میگین return 0 که 0 یک عدد integer است برگشت بده تا این به مکمل ختم بشن. این گپ هست در دیتابیس هم، وقتی شما یک استورد فانکشن میسازین این حتما باید یک تایپی را یک مقدار را بازگشت بده. مثال همین که گفتیم چند سال سابقه کاری را پیدا بکنیم، چیزی که برگشت داده میشه چی هست؟ او دیتا چه نام است؟ سال نیست، عدد است. او عدد چی میباشد؟ انتجر نه؟ او عدد انتجر است، استرینگ نیست، نه؟ از نوعهای دیگر نیست. پس اگر شما برای امو مثال یک فانکشن جور بکنید، حتما باید ذکر بکنید که return integer، یعنی عددی که یا مقداری که بازگشت شده میشه انتجر است. اما در مورد استوری راوتین یا پروسیجر ها ممکنه مقدار اصلا بازگشت نده، مثل که چی کنیم؟ تاریخ دیروز رو نمایش بدیم. ضرور است نیست که برش بگیم که این چنان مقدار رو حتما خاص بازگشت. این در حقیقت استور راوتین، استور پروسیجر و استور فانکشن هر سهشون یک چیز هستن. باز استور راوتین و پروسیجر تنها تفاوت در نامشان است، ولی استور فانکشن ها تفاوت در بازگشت دادن مقدار دارن. هر سه را شما میتونید که یا دک دی بی ام اس برای کارکردهای خودتان جور بکنید. محاسبات پیش میاد که فقط مربوط به یک دیتابیس است. خاص شما میخواین در دیتابیس یک پروسس رو انجام بدین، میتونید برای شما استور راوتین بسازین. خب واضح هستی هم براتون استوری رافتین و پروسیجر؟ خب حال فقط بشناسینشان، گفتیم مثالش کار میکنیم، اما اینکه باز بعدم بخوایم در وقت مثال براتون تشریح کنیم سخت میشنی، هم باید مثال یاد بگیرین هم باید تشریح یاد بگیرین. حال تشریحات آشنا بشین که بعدم وقت ساختیم میگیم که مثال یک استوری رافتین به این شکل ساخته میشه، دیگه شما قبلا میدونید و بسیار میتونید به آسانی و سرعت پیش برید. یکی دیگه از آبجکت های دیتابیس تریگر است که چند روز قبل یک بار نامش رو یاد کردم و این بسیار مهم است. تریگر ها یکی از ادوانس ترین یا پیشرفته ترین آبجکت های دیتابیس می باشه و این زیادتر به کدام حالت ها استفاده می شه؟ به خاطر نگهداری، مینتیننس یا مدیریت دیتابیس ها استفاده می شه، یکی در این حالت و یکی هم در حالتی که ما بخواییم سیستم لاگینگ به وجود بیاریم که ذخیره کنیم کی چه تغییرات رو در دیتابیس ما آورده. یعنی اگر شما بخواید قبل و یا بعد از هر عمل در دیتابیس یک کار خاص رو انجام بدین، شما میتونید برای او چی جور کنید؟ یک تریگر. تریگر یکی از آبجکت های دیتابیس است که قبل یا بعد از یک عمل خاص خود به خود به شکل اتوماتیک اجرا میشه. تریگر خودش شاید بدانید به مفهوم چی است، معنای خود تریگر فعال کردن یک چیز دیگر هم میگه تریگر. مثالی که بطور مثال شما ساعت کلاک
به صورت تنظیم میکنی، ست میکنه که وقتی به این ساعت رسید زنگ بزنه، آلارم کنه. همین که ساعت به این لحظه میرسه چی میشه؟ یک اشاره، یک سیگنال داده میشه به آلارم که او به صدا در بیه. همین رو میگیم تریگر، یک چیزی که باعث فعال شدن چیز بعدی میشه. درست؟ تریگر ها هم در دیتابیس در کدام عملی ها شما میتونید فعال کنید؟ اما سه عملی اساسی که وجود داره: insert، update و delete. یعنی قبل از insert کردن یا بعد از insert کردن، قبل از update، بعد از update، قبل از delete، بعد از delete. میتونید فرمان های دیگه رو برش بدین که هر وقتی در یک تیبل insert شد اوتومات و فرمان اجرا بشه، بدون اینکه ما ضرر داشته باشیم. هر بار برش بگیم خود به خودی اوتوماتیکلی. خب تریگرها از خود نام دارن، اینم نگفتم براتون که پروسیجرها مطمئنا نام دارن دیگه. تریگرها هم نام دارن، ویو ها هم نام دارن، مثل که تیبل ها هم نام دارن. اینا تمام آبجکت های یک دیتابیس است، باید دارای نام باشن. اما تریگرها یادتون باشه که فقط مربوط به یک تیبل می باشه. یعنی وقتی ما میگیم به طور مثال هر وقتی که دی تیبل اینزرت شد، چک و کمی به طور مثال فیلد ایج یا سنش از این کده بزرگ یا از این کده کوچک نباشه. این فقط ما به کدام جدول میشه؟ اما جدولی که ما این تریگر بالاش ساختیم. اما در مورد سر راوتین یا سر پروسیجر گپ نیست. وقتی شما یک پروسیجر رو ساختین، یک راوتین رو ساختین که مثال سابقه کاری رو پیدا بکنه، در هر تیبل که استفاده کنین میتونین. اما تریگر فقط بالای یک تیبل میسازین و در داخل اون تیبل قابل استفاده است. اگر میخواین در تیبل دیگه استفاده کنین، بالای اون هم جداگانه باید تریگر ساخته بشه. خب دو مثال هم براتون میتونم، قبلا هم گفتم. یک مثالشی که امون سیستم لاگین، ما میخواییم ذخیره کنیم. مثال یک شخص، یک یوزر در دیتابیس ما داخل میشه و یک ریکارد رو کلن دیلت میکنم یا یک مقدار رو تغییر میتونم. ما چطور میتونیم متوجهشیم که این کار صورت گرفته؟ توسط تریگر. اما کدام، برای من بگین در کدام حالت؟ چند حالت به وجود؟ 6 حالت به وجود میاد: insert، update، delete. حالی قبل از insert، بعد از insert، قبل از delete، بعد از delete، قبل از update، بعد از update، بعد از update. قبلش میشه انجام بدیم؟ اشتباس نه؟ یعنی اصلا نخواسته که update انجام بده، ما یک log ذخیره کنیم که این شخص خواسته update انجام بده. ما در این حالت، در این مثال که براتون گفتم، میگیم که after update، بعد از اینکه یک record، یک قسمت، یک معلوماتی update شد، تغییر کرد، پس تو یک log را ذخیره کن. و مطمئنا باید ذخیره کنش باید چی جور کنیم؟ این دیتا در کجا ذخیره شد؟ آفرین، بازم باید یک تیبل جور بکنید. این خودش یک دیتا است که کدام یوزر در کدام تاریخ چه تغییر آورد. خب حداقل 3 فیلد داره میالی و یک فیلد آیدی 4 فیلد میشه. پس این رو یک تیبل جداگانه مطمئنا شما باید برش بسازین. اما این که اتوماتیک هر وقت تغییر آمد در اون تیبل یک چیزی ثبت شه، یک واقعه ثبت بشه، این کار براتون تریگر میکنه. به شرطی که او را قبل از اینکه دیلیت بشه ذخیره کنیم. بله، بسیار جالب است. قبلا شاگردایی که ما داشتیم PHP و MySQL کار میکردن، یکی از مشکلات ما همیشه همین بود همراهشان که وقتی یک دیتابیس دیزاین میکنیم، میشه من مثال واقعیشم براتون نشان بتونم. وقتی که شما یک دیتابیس دیزاین میکنیم و از این دیتابیس چیزی رو دیلیت میکنین، فرض کنیم من وبسایت ابل تراول باز میکنم. این یکی از آخرین وبسایت است که من دیزاین کردم که PHP و MySQL کار شده دهی. یک قسمتی برای لاگین وجود دارم، یک کمپانی خدمات شرکت هوایی است. ادمین پسوردشان فراموشم شده، خدا کنه می باشم سیز. خب ببینین، مثال من میرم در قسمت manage content، manage email. در دیتابیس این وبسایت عملیه دیلیت ما عمدن نماندیم، یعنی فانکشنالیتی دیلیت وجود نداره، نمیتونه چیزی رو دیلیت کنم. یکی وبسایت رو ببینین، این هم یک وبسایت است به نام سیمور. این هم از آخرین کارهایی است که من انجام دادم. میخوام که مثال عملا ببینین. بسیار سوال خوب پرسان کردین. ببینین، من رفتم به بخش مدیریت اخبار. یک وبسایت خبری است، اخبار در این نشر میشه. اینجا اضافه نمودن خبر، میتونیم یک خبر جدید اضافه بکنیم و اخباری که قبلا اضافه شده اینجا موجود است. یک قسمتی رو ما ساختیم برای عملیه دیلیت. یعنی اگر شما بالای این قسمت کلیک کنید، عملیه دیلیت انجام میشه و همین خبر از همین وبسایت و کلا از همین دیتابیس دیلیت میشه. خب مطمئنا وقتی من میگم این دیتابیس است، ببینین این خبر است، من بالاش کلیک میکنم، اینو جداگانه باز میکنیم. این یک وبسایت است، اما در بکند این چیز دیتابیس است. همین خبر خودش در دیتابیس ذخیره شده. حالا اگر من اینجا کلیک میکنم، کدام کوئری رن میشه؟ آفرین، میشه بقیه‌ش هم بگین؟ یعنی ببینم
معلومات داریم. بقیه همون کوری رو بگیم. delete from نام تیبل هم میاریم where id. ببینید در این پایین نمایش داده شده ایمیل وسط نیوز دیلت پی اچ پی. انشالله بخیر یک چند ماه بدتر کار میکنیم. چرا باید HTML یاد بگیم با CSS همون تو آیسا استفیش کنیم. اینجا گفته شده آیدی مسایی با 65، یعنی آیدی همی خبر 65 است. من میتونم این رو دیلت کنم، اما اگر این کار انجام دادم آیا اندو میشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چون به خاطری که از دیتابیس از تیبل دیلیت میشه، وقتی که از اونجا دیلیت شد دیگه مثلا مایکروسافت ورد یا دیگه نیست که ما اندو بکنیم میره. صحیح است. به این خاطر ما چی میکنیم در وب دیزاینینگ، به حیث یک وب دیزاینر ما اینجا جاوا اسکریپت استفاده میکنیم که وقتی کلیک کرده دیلیت اولش پرسان میکنیم آر یو شور، اگر گفت اوکی دیگه دیلیت میکنیم و دیگه به اصطلاح تضمینی به خود ما نیست که پس دوباره اون رو برگردانیم. خب در این دیتابیس من این کار رو انجام دادم. صحیح است. اما اگر شما دیتابیس میسازیم که از این که حساس‌تر است، سنسیتیو، مهمتر است، این دیتایی که دیلیت میشه مثل ویندوز حتما باید ریستور شدنی باشه، ریکاور شدنی باشه. پس اون رو چی میکنیم؟ و after delete بعضی که دیلیت شد before delete، قبل از اینکه دیلیت بشه شما امور ریکارد هر چیزی که باشه، فرض کنید همین خبر است، همین را قبل از اینکه دیلیت بشه یک کپیش هم میگین در تیبل جداگانه، این یک بکاپ تیبل برش میسازین که هر وقت از تیبل اصلی نیوز خاص یک خبر دیلیت بشه، قبل از اینکه دیلیت بشه ما این را یک کپیش میگیریم در تیبل دیگه و بله آرشیو امی از طریق تریگر میشه و اگه بعدا خاص که شخصی را ریکاور بکنه پس میتونه که از اون تیبل ریکاور بکنه. این موارد استفاده تریگر ها و یادتون باشه که در این سه حالت فعال میشه بیفور افتر. ببخشید در سه عملیه که اینزر دیلیت و اپدیت هست، قبل و بعدش. خب چیز دیگه این است. هنوز وقت داریم؟ زیاد وقت داریم نی؟ موضوع بعدی دیتا تایپ است. خسته نشدیم؟ یک وفا بگیم هوا میگم شده حتما. خب دیتابیس آبجکت ها هم با پایان رسید که شناختیم مهمترین دیتابیس آبجکت ها اول از همه تیبل، ویو، تریگر، استور پروسیجر هستن. اینا از مهمترین آبجکت های یک دیتابیس هستن. حالا یک موضوع دیگه که در قسمت دیزاین یک دیتابیس بر ما اهمیت داره و شما باید با او آشنا شین، دیتا تایپس هست که حتما با این آشنایی دارین که هر نوع دیتایی که ما تعیین میکنیم داره یک تایپ یا یک نوعیت خاص میباشه و این بسیار مهم است و ضروری است که شما دیتا تایپ فیلد هایتون رو بسیار مناسب انتخاب بکنید. چرا؟ اگر بسیار فضای زیادتر باشه نظر بگین ویست میشه، اسراف میشه و اگر فضای کمتر بگیرین خوب دقت کنین که به طور مثال به یک فیلد، چون هنوز شروع نکردم من اول از همه مثال میتونم، به فیلد یوزر نیم یک نام باید ذخیره بشه یا میگیم یک یوزر نیم. معمولا یوزر نیم چند کاراکتر می باشه در وبسایت ها؟ 32 استاندارد 32، یعنی میگن ماکسیمم 32 کاراکتر. خب ببینید چون به خاطر که استاندارد دیده شده، مطالعه شده که یک یوزر نیم معمولا 32 کاراکتر زیادتر نیست، ولی اگر زیادتر باشه چه اتفاقی میفته؟ بقیهش دراپ میشه. یعنی فرض کنید، خب من مثال ساده‌تر براتون میتونم، ما بن فرست نیم یک محصل فرض کنید 6 کاراکتر در نظر گرفتیم، خب احمد هیچ مشکلی نیست، حتی یک حرف اضافی هم میمونه. اما یک شخص دیگه مثال یک نام طولانی‌تر بگیم، این از شش حرف زیادتر میشه. وقتی که از شش حرف زیادتر میشه، اول دوم سوم پنجم ششم حرفش میگیره، اما از اون بعدش دراپ میکنه، یعنی از بین میره، هیچ ذخیره نمیشه. صحیح است. پس این نکته یادتون باشه که اینو بسیار به دقت انتخاب بکنید. اگر کم انتخاب بکنید دیتایتون لاست میشه، از بین میره. اگر زیاد انتخاب کنید ویست میشه، اما اسپیس صرفه جویی نه بلکه اسراف میشه. خب در مورد دیتا تایپ مختلف که وجود داره، اول از همه تکست دیتا تایپ ها را داریم، یعنی ما نوعیت هایی که برای نوشته انتخاب میکنیم. کدام هستن؟ از اولینش که شروع میشه چار میخوانین یا کار میخوانین، هر دوش درست است، یعنی نوعیت کرکتر هست. این نوعیت میتونه تا 255 کرکتر ذخیره بکنه، یعنی میبینید برای نام ها بسیار مناسب است، ولی یک کمی هم میتونیم بگیم اضافه است. مکسیممش 250 کرکتر است،
این اگه شما برای فیلد فرست نیم نوعیت کرکتر انتخاب بکنین، ضرور نیست که حتما 255 کرکتر تایپ بشه، این مکسیمم است. شما میتونید در روبروی کرب در این قسمت پرانتز قوس ها رو باز بکنین و در داخل تعداد حروفی که میخواین تایپ بکنین. مثال بگیم 8، مثال میگم نام فرست نیم یک کس، شخص از 8 یا 10 کاراکتر یا از 20 کاراکتر زیاد نمیشه و در اون صورت این مکسیمم 255 به 20 یا به 10 تغییر میکنه. خب اما نقصی که نوعیت یا دیتا تایپ کر داره ای است که فیکس است، یعنی ثابت است. یعنی اگر شما میگین فرض مثال 20 کاراکتر برای نام، پس این 20 کاراکتر همیشگی است. اگر ما نام احمد رو ذخیره کنیم، احمد 5 حرف است، در چند حرف باقی میمونه؟ 15 حرف. و این 15 حرف خود دی بی ام اس توسط فاصله اسپیس کاراکتر خالی ای پر میکنه. چرا؟ که فیکس است، باید حتما هر نام برای فیلد کر دارای 20 حرف باشه. در این مثال وقتی که ما تعیین میکنیم، اگه کمتر بود توسط اسپیس رو فیل میکنه، پر میکنه. خب هر اسپیس میفهمید از کی کد یک بایت به فضا را یا اسپیس را به خود ریزرو میکنه. پس اینجا ما باز هم دارای چی هستیم؟ ویست اسپیس یا اضافه یا اسراف فضای ذخیره کردن میشیم. این نکته رو به یاد داشته باشین. اما نوعیت بعدی که معرفی شده و variable character است یا var char، که این یک خوبی که داره چیز واریبل است، لنتش فیکس نیست، میتونه تغییر بکنه، متحول باشه. در این حالت هم شما میتونید تا مکسیمم 255 کاراکتر ذخیره بکنید. اما خوبیش این است که خب بیرا میدونید که هر کاراکتر رو یک حرف است. اما خوبیش این است که اگر شما به طور مثال تعیین بکنید که برای فعل فرست نیم ورکر 20، پس وقتی میگیم 20 حرف، اگر ما یک نام مثل احمد ذخیره کنیم 5 حرف، 15 حرف بعدی خالی میمونه، نه که توسط فاصله هایی رو پر بکنه. پس تفاوتش چیز چطور میتونه این کار انجام بده؟ ببینین در دیتا تایپ کر همیشه مقدار ذخیره سازی اطلاعات برابر است دقیقاً با تعداد حروف. مثال اگه ما ذخیره کنیم احمد 5 حرف، هر حرف احمد یک کاراکتر است و هر کاراکتر در کد ASCII یک بایت است، پس احمد میشه 5 بایت کفایت میکنه، یعنی تعداد بایت ها و تعداد حروف ذخیره میشن. اما در نوعیت ورکر چی؟ چطور میتونه که واریبل باشه، فیکس ثابت نباشه، به علاوه حروفی که به نام داده میشه یک بایت هم همیشه اضافگی ذخیره میشه. مثال احمد 5 حرف است، خب 5 کاراکتر میشه 5 بایت، به علاوه یک بایت دیگه. این بایت بخاطر چیست؟ بخاطر که طول ای را ذخیره کنه، کمی چند کرکتر است. سعید؟ یعنی نویت ورکر یک بایت اضافه ذخیره میکنه، ولی میتونه از ده ها و حتی صد ها بایت اضافه جلوگیری بکنه، از اسراف یا زیاده روی بایت های اضافه که جلوگیری بکنه، فقط توسط یک بایتی که اضافه تر داره. هر دوشان این مکسیمم داره که هر دوشان 255 کرکتر است. و نکته بسیار جالب تر ورکر ای هست که اگر شما دیتایی را با لنت بیشتر از 255 حرف ذخیره کنید، این اتومات تبدیل میشه به نوع دیتا تایپ بعدی که تکست است، با تکس تغییر میکنه. یه چقدر خوب میشه و تکس میتونه 65535 حرف در خود ذخیره کنه، که برای هر نام نام برای هر نام مثلا تخلص کفایت میکنه. این کار اوتومات انجام میشه. پس میبینیم که کدامش انتخاب کنیم زیادتر؟ مطمئنه که ورچر یا ورکر. کاراکتر هم استفاده میشه اما بسیار کم در موارد خاصی. زیادتر که ما استفاده میکنیم در دیتابیس ها، و اگر شما در مود دیتابیس باز میشه من روزهای بعد براتون نشون بدم، دیتابیس بک اند وبسایت هایی که دیدین ابل تراول سیمرغ دات کو، اینا رو براتون نشون میدم که عموما چی هستن؟ ورکر هستن، بغیر از بعضی استثنای بعضی تکست هایی که مثال برای متن خبر. خب متن خبر بسیار طولانی میباشه، با اون باز ما تکست میگیریم، اما با بقیه فعلا مثل عنوانش، تاریخ یا مثلا ژورنالیست چی رو میگیریم؟ ورکر رو میگیریم. خب در آخر یک نوت هم هست که problem with unicode text، این هم یادتان باشه که ما میگیم در نوعیت کرکتر و در نوعیت variable کرکتر همیشه هر حرف یک کرکتر و یک بایت است. اما این در مورد دیتای لاتین است، انگلیسی. اگر شما دیتای دری یا پشتو دارین او یونیکود است، که این حتما میدانین. خب HTML هنوز راستی گفتین کار نکردین. وقتی که انگلیسی نوشتم میگن در وبسایت هیچ کدام تنظیمات ضرورت نیست، راست هم مستقیما میتونیم انگلیسی نوشته بکنیم، میشه که هر پروگرامی میتونیم. اما اگه میخواین که دری، پشتو، یعنی زبانهای فارسی، عربی، تاجیکی، کل اینا رو نوشته بکنین، حتی اردو، باز اون سر شما باید چی کنین؟ انکودینگ یا تغییر بدین به چی؟ آفرین، به UTF 8 که یونیکود زبانهای دری هست، کلا فامیل زبانهای دری. و یادتون باشه که دیتای یونیکود هر کرکترش 2 بایت است، این از یادتون نره. دیتای لاتین هر کرکترش 1 بایت است. مثال میگیم احمد AHMAD 5 کرکتر 5 بایت میشه، ولی یونیکود اگر یک نام مثل علی
علی دری عنگ لامیا رو ذخیره کنیم، این 3 کرکتر است ولی 6 بایت میشه. اینه شاگردهایی که قبلا میمون اشتباه کرده بودن از پیشان در دیتابیس خود، مثلا به فرست نیم گرفته بودن 10 کرکتر و پسان ازشان پرسام کردم که آیا دیتابیس شما دری هست یا انگلیسی، گفتن دری و در اونجا ما نمیتونستیم حتی یک نام 4 حرفی ذخیره بکنیم یا 5 حرفی را، به خاطر خوب دقت داشته باشین که در مورد در کیس یونیکود دو چند میشه. این اگه شما میخواین به فرست نیم 10 حرف ذخیره بشه ورکر چند میگیرین؟ 20. ورکر 20. بسیار عالی. برخلاف زبان های پروگرامینگ مثل سی یا سی پلاس پلاس که ما تنها میگفتیم چی؟ int x نه؟ یعنی میگفتیم یک عدد انتجر x، یا میگفتیم char x نه؟ یعنی یک واریبل کرکتر، یک واریبل بنام x از نوع کرکتر، تنها همی نمیتونستیم مشخص کنیم چیز دیگه ایره. اما یادتان باشه در دیتابیس ها این فلکسیبیلیتی وجود داره که شما بازم تکرار میکنم خیر است، در داخل قوس ها لنت هم میتونید تعیین بکنید و در این موارد باید تعیین بکنید که وقتی میگیم ورکر این 255 کرکتر است، این اسراف است، این زیاده روی است. پس اگر میخواییم 20 کرکتر باشه روبروش در داخل قوس نوشته میکنیم 20. در عمل باز انشاءالله میبینیم. خب اگر دیتایی داشته باشیم که طولانی تر باشه از فرست نیم و لست نیم گذشته، مثال آدرس ها باشه، کامنت باشه، دیسکریپشن یک استیودنت باشه، در اون حالت ها ما دیتا تایپی که انتخاب میکنیم برش تکست است که میتونن تا 65535 کرکتر یا حروف از ذخیره بکنن. بازم در کدام حالت 65535؟ لاتین. اگر دیتای دری را یا پشتو را یا عربی را ذخیره بکنیم تقسیم بر 2 بکنی را، یعنی یک چیزی بله در حدود 37 هم نیه که 32 هزار تقریبا، و مجموعاً این میتونه 64 کیلوبایت دیتا رو ذخیره بکنه، دیتایی که از نو فقط حروف باشه. خب اینم جالب است بگین، آیا در تکست، در کر، در ورکر ما میتونیم اعداد ذخیره کنیم؟ میتونیم. بسیار عالی، این رو شاید تجربه کرده باشیم. میتونیم، یعنی وقتی ما میگیم کرکتر، خود تعریف کرکتر چیست کامپیوتر؟ تعریف کرکتر مجموعه حروف، اعداد و علامات یا سیمبول ها رو میگه، یعنی از اگه به انگلیسی بگیم از A تا به Z، از 0 تا به 9 و تمام حروف سیمبول های علامت ها، سوالیه، ندایه، داش، بکسلش، تمام اینا چی هستن؟ شامل کرکتر میشن. ایاتان باشه. خب و اگر خواستین که از تکست کده یک دیتا تایپ کوچکتر داشته باشین، تینی تکست هم وجود داره که معادل همون کرکتر است که این هم میتونه 255 بایت از خود ذخیره بکنه. در تمام دیتا تایپ ها یک دیتا تایپ اصلی داریم بیس که مثال میگیم اینتجر، اما باز از اون که از آف و اجزا هم داریم، مثال میگیم تینی اینتجر بعد اعداد کوچکتر، یا میگیم لانگ اینتجر بعد اعداد بزرگتر. در مورد تکست هم میگه بس تینی تکست هم وجود داره، تکست هم و حتی میدیم تکست و لارج تکست هم وجود داره. خب در مورد جان بفرمایید، از نظر به هر دوشون برابری میکنه، از نظر مکسیمم تعداد حروفی که میتونن ذخیره کنن تینی تکس برابر با 4 و وار 4 هست. از نظر خواص نه، به خاطر اینکه مثلا وار 4 چی است؟ واریبل است نه، میتونه یک لنتی رو داشته باشه که متغیر باشه، اما در قسمت تکس شما نمیتونید پیشش قوس کنین و بگیم مثلا 20. صحیح، خواصش فرق میکنه، فقط مکسیمم حروف، نهایت حروفی، حد اعظمی حروفی که میتونن ذخیره کنن مساوی هستن، صحیح، اما خواص کاملا فرق میکنه. خب در مورد میدیم تکس و لارج تکس در ادامه گپ میزنیم. پیش از اون یک دیتا تایپ دیگه داریم به نام بلاب، بسیار جالب است، باینری لارج آبجکت، برای هر نوع دیتا، یعنی فایلی که باینری باشه، یعنی دیگه تکس حتما ضرور نیست که حروف باشه، حتما میتونه هر نوع فایلی باشه که دیتاش مقصد باینری باشه، که میتونه تمام فایل ها، عکس ها، تمام موسیقی، هر نوع چیزی که داریم با باینری ذخیره میشه. تقریبا از نظر سایز معادل تکس است، یعنی میگیم تکس چند حرف ذخیره میکنه؟ 65535. بلاب چقدر دیتا رو میتونه ذخیره کنه؟ بازم 65535 بایت، یعنی از نظر سایز مساوی هستن. اینو یاد بگیریم به خاطر اینکه براتون آسان شه. مثال میگیم تینی تکس چند بایت؟ 255 بایت. تینی بلاب بازم 255. اگه میگیم میدیم تکس 16 مگابایت حروف هم میتونه بخواد ذخیره کنه، میدیم بلاب هم میتونه 16 مگابایت دیتای باینری رو ذخیره کنه. خب
تا اینجا بازه است؟ بله. پس به لب شناختیم برای دیتای باینری میتونه حروف نباشه، هر چیزی باشه، و اگر از او که باید کوچکتر کار باشیم تینی بلب که 255 باید است. خب اما تو پیش میریم هم بلب و هم تکس اردوشه. بعد از نویت تک اول تینی تکس کوچکترین، باز بزرگتر تکس، بار از اون میدیم تکس داریم. میدیم تکس تا 16,777,255 کیلوگرم میتونن داخل ذخیره بکن، یعنی 16 مگابایت حروف هم میتونن داخل ذخیره بکن و نوشتای بسیار طولانی مناسب است. مثل میدیم تکس میدیم بلب داریم 16 مگابایت، میبینیم که این هم چقدر است؟ 16 مگابایت. بله استفاده میشه، اگه استفاده نشه که نمیخوانی میشم. تکست خوب میفهمیم، برای حروف استفاده میشه، ورکر هم استفاده میشه، بلب برای هر نوع فایل استفاده میشه. خب آها فهمیدم سوالتان به خاطر چیز که ممکنه بگیم ما چطور میتونیم یک عکس از دیتابیس ذخیره بکنیم. من این را واقعیت براتون میگم که وقتی که ما این را استفاده میکنیم به جایی که بیایم یک عکس تبدیل بکنیم به باینری 0 و 1 و 0 و 1 ها را ذخیره کنیم، بر ما از این که بسیار آسان است که فایل ها را به همون شکل اصلیش ذخیره بکنیم. ببین میره براتون نشان میدم، سوال خوب پرسان کردیم ولی یکم پیش از وقت است. پیش از وقت به این معنا که اگر شما پی اچ پی را و دیتابیس ببخشید وبسایت داینامیک خوانده باشین، این گپی که براتون تشریح میکنم بسیار خوب میفهمیدین. حالا هم خیر است براتون تشریح میکنم. ببین به اصل و فولر اصلی وبسایت سیمرغ اومدین، یا ببین من ابل تراول براتون نشان میدم. در قسمت این وبسایت حتما یک دیتابیس خوب وجود داره. اینجا فولر به نام ایمیج است و عکسایی که شما دیدین در وبسایت اینجا ذخیره شده. اصل عکس ما به شکل خود فایل های ایمیج جی پی جی اینجا ذخیره کردیم و نام آدرس شده دیتابیس. هر وقت خواستیم که در یک صفحه می عکس نشان بدیم پس چی میکنیم؟ از تگ img.html استفاده میکنیم، میگیم img.src و از چی میکنیم؟ آدرس و نامش از دیتابیس میگیم نمایش میدیم. یعنی خود اصل عکس خود در دیتابیس ذخیره نکردیم بلکه آدرسش ذخیره کردیم. این تکنیکی است که من خودم شخصا از این استفاده میکنم، ولی در استاندارد در نرمال چیز که شما باید عکس هایتون داخل دیتابیس ذخیره بکنید. حالا یک مشکلی فقط اینجا داره، این مشکلش دیستریبیوت بودن است. نه فایل ها در یک جای ذخیره میشن، دیتابیس در یک جای. اگه شما مثلا ریکارد از دیتابیس دیلیت بکنید اتومات عکس دیلیت نمیشه. نه اون رو به خودتون جداگانه توسط کدای پی اچ پی که اینو محل کردیم کد رو بشنو شکم که اتومات هر وقت ریکارد دیلیت شد عکس شما اتومات پی اچ پی باز دیلیت بکنه، چرا پی اچ پی میتونه با فایل ها سر و کار داشته باشه بیشه. ولی اگر شما دیتابیس مثل استاندارد که میخواین فایل ها در داخل خود دیتابیس ذخیره بشه، پس باید اون فایل مثال یک عکس است، اون رو به باینری کانورت بکنید و اون رو اینجا ذخیره بکنید. اصلا به این شکل استفاده میشه ما در دیتابیس های بسیار مدرن، ولی ما که استفاده میکنیم به این شکل نیست. گفتن درست عکس جدا و آدرس ذخیره میکنیم. چرا از این روش استفاده نکردیم ما؟ و شما شاید بعدا از این روش استفاده نکنیم؟ جنجال داره نی؟ که شما به کدهای رو نوشته بگوین که فایل رو بگیرن و باینری کانورت کنن او رو در دیتابیس ذخیره کنن. هر وقت خواستین نشان بدین آیا میشه 0 و 1 رو نشان بدین؟ نه، دوباره باید این رو بگیرین کانورت کنین به فرمت مربوطش، به جی پی جی بوده، به گیف بوده، به هر چیزی که بوده و او رو نمایش بدین. این یک کمی سخت است. در مورد وبسایت ها هیچ وقت براتون توصیه نمیکنم که این کار انجام بدین، اما در مورد دسکتاپ اپلیکیشن ها مدیدم که دیگه مردم خصوصا کشور اروپایی و آمریکایی که میسازن یک پروگرام اپلیکیشن که جور میکنن تمام فایل های خود در داخل دیتابیس ذخیره میکنن، چرا مدیریتی اساسی تر و اصولی تر است. در اون حالت باز ما در ویژوال بیسی بسیار فرمان های خوبی داریم. تاسو یک فرمان شما میتونید یک عکس به دیتا باینری تبدیل کنیم و ذخیره بکنیم، اما در پی اچ پی در زبان هایی که میخوایم وب بیس کار کنیم این کار سخت است. خب ادامه میدیم. میدیم بلب گفتیم که تا 16 مگابایت میتون ذخیره بکنم. باز برای لانگ تکست و لانگ بلب سایزشان عین سایز است، مساوی، فقط این حروف ذخیره میکنن و این هر نوع فایل باینری را. لانگ تکست میتونن تا 4 گیگابایت یا تا 4 جی بی دیتا رو ذخیره بکنن، دیتای حروف که این مطمئنا دیگه حد اعظمی است و معمولا پیشنهادیه که شما بخواید که حروفی را یا نوشته رو ذخیره بکنید که از 4 جی بی زیادتر باشه. در مورد یک دیتابیس وقتی که شما دیتایتون رو به فیلد ها تقسیم میکنین مطمئنا این رو چی میکنین؟ پارت میکنین و در اون صورت احتمالی که یک دیتای بسیار طولانی داشته باشین بسیار پایین میاد. مثال دیدین وبسایت سیمرغ من دیزاین کرده بودم، او هر خبر تایتل داره، سب تایتل داره،
تکس داره، نام ژورنالیست میه و تاریخ میه. کل این را سرهم کنین، شاید مثلا یه خبر بسیار طولانی هم باشه 20,000 حرف بشه، ولی هیچ وقت دیگه از این مقدار که 4,294,967,295 کاراکتر است هیچ وقت از زیادتر نمیشه. یعنی دیگه حد زمین چیز ممکن هست که در دیتابیس ما این بسیار استثناء بشمیه که ما استفاده بکنیم، ولی امکان داره که بسیار نوشتی طولانی باشه. چرا؟ باید این را انتخاب بکنیم. و دیگه لانگ بلاب است که میبینید دقیقا عین سایز داره، باز هم 4 گیگابایت، ولی برای دیتای باینری. خب اونا شاید یک معلومات قبلی هم داشتین در موردش، ولی چیزی که جدید است در MySQL نه خیلی است، همین را ادامه میتیم. میخوام هم موضوع دیتا تایپ هم تمام بشم. من یه گانده فکر صرفا میگیره هیچ دیگه الائم نمی کنم. اینم هست، اینم چنان دیتا تایپیست جالب است. در تمام معمولا زبان های برنامه‌نویسی حتی مثال در سی دیتا تایپ های خاصی داشتیم دیگه، نه اینتجر، فلوت، دبل. یک دیتا تایپ هم داریم به نام اینم که رو خود ما میتونیم تعریف بکنیم. این جالب است، اینی به درد پروگرامر میخوره که بخوای ضرورت خود برطرف بکنم. در حالتی که شما در دیتابیس هم میخواین در یک فعل فقط کلمات خاصی یا حروف خاصی ذخیره بشه، میتونید دیتا تایپ اینم استفاده بکنید. اینم مشابهت به تکست داره، ولی یک سکونس اف کاراکتر است. یعنی شما تعیین میکنید که اینی حروف یا این کلمات داخل فعل ذخیره شده بتونه و بدون اون هیچ چیز ذخیره شده نبتونه. صحیح؟ یعنی مثال میگه نام پانزایی ها، هر دیتای هر محصول ذخیره کردین در یک ریکارد، یکی از فعل هاش نام پانزایی مربوطش است. میتونید با او، چون پانزایی ها مشخص است و او اضافه هم نمیشه، دیتا تایپتون اینم جور بکنید. چه قسم تعریف میشه؟ تایپ اینم انتخاب میکنیم در مقابلش قوس و توسط کامه ها هر کلمه یا ورد از هم جدا میکنیم و داخل سینگل کوتیشن. مثال فرض کنیم که اینی x میشه کامپیوتر ساینس، وای میشه علوم اجتماعی، مثلا زید میشه ادبیات. حالی در داخل این فعل ما فقط میتونیم یکی از این سه ولیو رو ذخیره کنیم، بدون اون سه هیچ چیز قبول نمیکنه. مگه شما کوشش کنین که چیزی رو ذخیره کنین، اونجا نل میمونه، خالی میمونه. ارر ممکنه بتا ممکن نتا، بستگی به دی بی ام اس که استفاده میکنیم داره، ولی اونجا رو قبول نمیکنه. صحیح شد؟ یعنی یک دیتا تایپ است که توسط خود ما تعریف میشه، این که چند کلمه یا چند حروف بتونیم تایپ بکنیم. این نوعیت اینم است و مکسیمم 65535 ولیو رو بهش دادم میتونید. همینجا که مثال ایکس وای زد سه تا اومده، شما تا 65000 میتونید براش تعیین بکنید. یک دیتا تایپ دیگه داریم که مشابهش است به نام ست یاد میشه که عیناً کاربرد اینم داره، اما سایزش کمتر است و دیگه ای که در ست ملتی چویس است. یعنی شما میتونید در این حالت ملتی ولیو، چندین ولیو رو انتخاب بکنید، ولی در اینم فقط میشه یک ولیو رو انتخاب کرد. مثال که دادم کاملا مناسب است، به اینم 15 یک محصول فقط میتونه در 15 باشه، اما به ست ما میتونیم چند تا از ولیوها رو همزمان انتخاب بکنیم و در اون فیلد مثلا دو ولیو رو انتخاب کنیم، هر دوش همزمان اینزرت میشه. مثال برای سه چی میتونیم جور بکنیم؟ مزامین میتونیم جور بکنیم؟ بر علاوه این مزامین، یک مثال جالبتر، شما میتونیم که درجات تحصیلی رو هم ذخیره بکنیم. مثال دیپلم است، دوازده پاس، لسانس، ماستری و پیشی یا دکترا. اینا یک شخص میتونه هم لسانس داشته باشه هم ماستری، هر کدام این بریس یک ولیو میتونیم و هر دوش قابل انتخاب است. و اول هم گفتم که سایزش کمتر است، میبینیم که فقط تا 64 ولیو رو میتونیم در این نوعیت ست به وجود بیاریم. خب وقت داریم هنوز؟ بسیار خب، پس این قسمتش میمونیم به روز بعدی، چه زیاد نمانده. فقط او کلن از تکست بود، دیتا تایپ تکست، بعد از این دیتا تایپ نمبر و دیت میمونه، دو چیز مختلف دیگه.